دوستان مرحبا عزیز، سید سلام. آرکاشتار، امیدوارم امیدوارم در سسته صدا و تصویر میتونیم چی مشکلی یعنی نیست. بدیر و اگه به صدا سسته تصویر هرچه جاشه یعنی داشته میتونیم باشه شروع کنیم. پلیز اون رو به تایید دلیم بارده امیدوارم امیدوارم که همگی دیر خوب هستید. سیزده شما حالا بکنم شما بگیر رو مرحبا نمیتونم در تصویر ببینم. به خاطر خوشتان این فعلا باید به این شکل شکل اسمده ادامه بدیم. دوام امروز بسید چک من تارم چیزی نمیتونم دیگه براتون خواهیم بکشم، ولی بعد اما اون امنیت به اسمده درسمون از مثل آن همیشه ادامه لحظه میدیم. دوام ادیجیز و اگه مشکلی هم نباشه herhangi bir sorun yoksa da میتونیم ادامه devam بدیم، edebilir. چون Çünkü یک مورد اسباب bir کشی شد. taşınma olayımız oldu. O yüzden اگه bakalım. Bak میگن her همه şey چی iyi diyorlar. O اوکی، zaman اون devam وقت میتونیم edebiliriz. ادامه Şimdi بدیم. sevgili حالا arkadaşlar, دوستان عزیز، geçen درس hafta گذشته از özgür انتخاب seçimden آزاد اراده bahsettik. صحبت کردیم و Ve گفتیم özgür که seçimimizin ارادهمون چطور nasıl از dünyayı دنیامون، doğamızdan یعنی در dolayı اصل صحبت کردیم که نمیشه این. olamayacağını konuştuk. چون اگه Çünkü eğer طبیعتمون doğamız داخل belli bir یک program برنامه ای içerisinde هست ise belli و bir به şekilde شکلی کار işliyorsa geçen میکنه، derste de در açıkladım. درس گذشته هم Eğer biz گفتیم bir اگه alma ما یک hususunda خواست گرفتن هستیم sürekli و همیشه haz نسبت به aldığına لذت yönelik گرفتن کار çalışan bir میکنیم doğamız و varsa طبیعتمون به ya این da شکله hızla و istediği وقتی zaman هم که zaten استراب حس kaçmak میکنیم için میخوایم از استراب ya فرار da کنیم و gelecekteki یا برای bir ödül پاداشی için که در iyi bir آینده koşul için انتظارش رو şu an میکشیم، yaptığı حسابی که hesabı الان göre میکنیم ızdırap راضیه çekmeye که razı استراب ise بکشه، yani یعنی اگه gelecekteki فکر ödül şu میکنه an که ızdırapın پاداش daha آینده fazla از olduğunu استراب الان düşünüyorsa بیشتره buna و به این inanıyorsa باور şimdi ne داره، yapıyor حالا biliyor چه musun? کار ızdırap میکنه؟ çekmeye razı راضیه oluyor. که Çünkü یک gelecekteki استرابی رو ödül için بکشه که önemli پاداش olduğu için آینده مهمه Çünkü براش. doğamız bu حالا şekilde برای çalıştığı اینکه için طبیعتمون şimdiye به این için شکل de کار bir میکنه، yandan bu به خاطر programla اینکه birlikte همیشه آدم değişmeye داخل çalıştığı این için yapacak برنامه bir şey کار yok. میکنه، کاری Yani نمیشه کرد. seçtiğimiz غذایی yemekten, که انتخاب seçtiğimiz میکنیم، از kıyafetten, لباسی که her انتخاب şeyden میکنیم، hayatımızda هر yaptığımız چیزی که her در şey زندگیمون انجام bilinç میدیم، altında در bir ناخودآگاهمون bilinç هم با altında یک bir برنامه programla مخصوصی işliyor. کار میکنه. O به yüzden ki خاطر این yapacak bir در şey yok. زندگی Hayatın آدم geri کاری kalanında نداره hiçbir که بکنه. چه کار میتونه Ayrıyeten بکنه؟ و bizler بعدش hiçbir ماها zaman هیچ وقت kendi انتخاب seçimimiz خودمون که نیست، olmadan داخل bir یک ailenin خانواده içerisinde متولد میشیم، oluyoruz. در Bir یک ülkede کشوری متولد doğduğumuz, میشیم، bir ülkede در یک سنت kültür, معلومی، din, ırk در یک نژاد vesaire معلومی و içerisinde غیره، در این شرایط ها Dolayısıyla هستیم. doğduğumuz به خاطر این çevrenin وقتی داخل یک محیط içerisinde هستیم، doğamızdan چیزهایی gelen که bu از طبیعتمون میاد، nitelikler وقتی yerleşince, این ویژگی ها çevreden یکی میشن، آموزش aldığımız هایی eğitim, که از محیط میگیریم، ne bileyim, فرهنگ، kültür, همه her چی، şey, هر چیزی çevreden ne که از aldıysak محیط bu گرفتیم doğayla نسبت به entegre اون oluyor. طبیعت هماهنگ میشه Ortada و تا وقتی büyüyene که kadar بزرگ میشیم، mal dediğimiz, چیزی که fabrikadan بهش çıkan جنس mal میگیم dediğimiz, از کارخونه aynen در bir ürün اومده، gibi مثل یک ürün جنس çıkıyor. به بیرون Dolayısıyla میاد. içinde toplumun bir طبیعتاً آدم ürünü هم oluyor. جنس یک İşte جامعه میشه. واقعیتش açıkçası وقتی میگیم bir جنس، ürünü derken اینو aslında میتونیم biraz daha یکم kaba bir tabirle زمختم kullanıyoruz. بگیم Geçen derste kullanmıştık. Bir mal مثل olarak. یک مال در میاد. Niye? چون در Çünkü sonuç نتیجه itibariyle جامعه toplumun ماها bizleri رو وقتی bir ما ülke بزرگ میشیم، içerisinden daha جامعه çok از talep ما ediyor. زیاد طلبکار میشه Ona و göre نسبت به aslında اون bizim از ما ürünümüz. استفاده میکنه Ve و biz de ما هم toplumu از جامعه kullanıyoruz. استفاده Kendi میکنیم. arzularımızı برای elde اینکه etmek için آرزوهامونو toplum به دست kullanıyoruz. بیاریم، از Toplum جامعه da استفاده bizden میکنه kendi و جامعه هم eksikliklerimiz از ما vesaire برای چیزهایی kendi که میخواد kullanıyor. از Eğer ما biz استفاده büyüdükçe میکنه و با bizden بزرگ شدن daha ما fazla زندگی از ما talepkar بیشتر olacağız. طلبکار میشه و ماها Bizler هم de طبیعتاً dolayısıyla در toplum ve میان kendimiz خودمون و arasında جامعه مثل یک برنامه hazır حاضری ürünün که کار میکنه içerisinde در işleyen جامعه زندگی programları میکنیم toplumla böyle iç içe و طبیعتاً yaşıyoruz. Ne Ve dolayısıyla نه da آرزومون ne متعلق به arzumuz bize خودمونه، ait. چون Onu چیزهایی که میخواییم istediğimiz şeyler, حتی hatta رفتارهامون davranışlarımız bile نسبت neye به göre چی oluyor, میشه، نسبت به toplumdan آموزشی oluyor, که از جامعه میگیریم نسبت به eğitime اون göre, میشه. kültüre göre vesaire. به O خاطر yüzden این kişi تا zaten وقتی belli که bir شخص yaşa به یک gelmiş سن معلومی برسه، insan نرم doğası افزاری که denilen میگیم طبیعت انسان و yazılımın روش هم bir de üzerine کشوری که içinde در doğduğu اون متولد ülke, شده، aile vesaire خانواده gibi اش و غیره، eğitim آموزش، kültürü فرهنگ، ona da اونها رو هم برنامه ها verebilir. بگیم، روی اون نرم افزار این برنامه ها üzerine bir اضافه bu میشه. aplikasyonun وقتی نگاه کنیم girince, چیزی نیست که ortaya بگیم من. baktığımızda yani ben diyebileceğimiz herhangi bir şey yok. وقتی هم که این شکلیه، hal böyleyken اون وقت kişi شخص o zaman کجاست؟ nerede? این علامت سوال. Soru işareti bu. و با tam تمام olarak معنی جای yeri شخص neresi? کجاست؟ یعنی کجاست؟ Nerede ve خودش رو kendisini چطور nasıl باید inşa انشا کنه؟ edecek? سوالمون Sorumuz طبیعتا işte اینه. buraya geliyor. وقتی هم که Hal böyle شرایط این شکلیه، ما kendimizi رو به درس şimdiki الانمون dersimize میاره. getiriyor. و به خاطر این اسم درسمون هم تأثیر çevrenin محیطه. چون محیطی که از بچگی روی ما تأثیر میذاره، حالا چی کار میکنه؟ ما رو در بزرگ سالیمون هم رومون تأثیر میذاره. ولی درس گذشته چی گفتیم؟ گفتیم که اگه نقطه تو قلب داشته باشیم و اگه شخص دنبال معنی زندگیشه، طبیعتا نسبت به معنای جدید میتونه به چیزی که میگیم اراده، انتخاب آزاد، بتونه به اون دست بیابه. حالا برای اینکه انتخاب کنیم، در درس گذشته هم گفتیم باید دو شرایط ضد هم وجود داشته باشه، یعنی سیاه و سفید
مثبت و منفی، خوب و بد. باید این شرایط وجود داشته باشه که و لازمه که دو شرایط ضد هم باشه که من بتونم میان اون دو ضدیت انتخاب کنم و این شرایط خیلی مهمه. اگه به یاد داشته باشید قبلا چی گفتیم؟ وقتی آدم تازه به معنویات میاد با آرزوش میاد، یعنی با خواست گرفتن میاد و چیزی که از طبیعت خودش میخواد بگیره، میخواد یاد بگیره، چیزایی که میخواد به دست بیاره با اون آرزو میاد. و وقتی هم که شرایط این شکلیه، شخص اگه تونسته به سوالاتش جواب پیدا کنه، در داخلش با یک حس خوبی میاد. و درسهای گذشته هم گفته بودیم و این در مرحله اول این شکلیه و بعدش اون حسیات خوب از آدم گرفته میشه. و دلیل این که اینها از آدم گرفته میشه برای اینه که اراده آزاد به وجود بیاد. چون اگه شما همیشه شرایطی که میخواید بشه و اونطوری بکنم، اگه اینطوری بگید، هیچ وقت نمیتونید از مود حیوانی بیرون بیاین. چون طبیعت حیوانها هم نسبت به خواست گرفتنشونه. و فرق میان انسان و حیوان هم درس گذشته هم گفتیم. و به خاطر این، برای اینکه شخص آدم بتونه انتخاب آزاد اراده داشته باشه، باید در دو شرایط ضد هم باشه. به خاطر این شرایطی هست که به دلم میشینه و دنبالش، شرایطی که به دلم نمیشینه باید باشه. و نقطه‌ای که انسان‌ها در علم کابالا میفتند این نقطه هست، یعنی نمیتونن از انتخاب آزاد ارادهشون استفاده کنند. طبیعتاً اینو باید خیلی خوب بفهمیم. برای اینکه آزاد باشم، یعنی از طبیعتم باید یک چیز خوبی باشه و یک شرایطی باشه که کلاً ضد طبیعتمونه. به خاطر این پیشرفت کردن در معنویات یک راه باریکیه که آدم بر ضد خواست گرفتنش در شرایطی هست که انتخاب‌هاشو انتخاب کنه، چون که لازمه دو شرایط ضد هم باشند. به خاطر این هم جایی که آدم‌ها میفتند در این انتخاب هست. اینو باید خیلی خوب بفهمید، چون که درجه انسان و حیوان رو چیزی که از هم جدا می‌کنه این شرایطه. به خاطر این درس‌های گذشته هم گفتیم که آدم در علم کابالا یا بگیم در معنویات، برای اینکه بتونه علم به دست آوردن خدا رو یاد بگیره، لازمه که نقطه تو قلب داشته باشه. در غیر این صورت چیزی نیست که حرف بزنه. چون بعضی وقتا به دوستان وقتی میگیم معنویات، روحانیت وقتی میگیم، به فکرشون این میاد که خودشونو باید خوب احساس کنند، همیشه باید خوب باشند، اینطوری فکر میکنند، چه بدونه مثل اینکه چیزایی شده. معنویات چنین چیزی نیست. معنویات مثل خدا در واقعیت بودنه، با او برابر بودنه. طبیعتاً شخص داخل خواست گرفتنشه، در شرایط دوست داشتن خودشه و برای ارضا کردن خودش کار میکنه، و یا در ویژگی احسان کردن خدا هست. اینو باید شخص خودش انتخاب کنه. به خاطر این دو شرایط ضد باید متقابل هم باشند. به خاطر این برای کار خوب کار بد باید برابر باشند و به شرایط جنگ این دو جنگ مقدس میگند. و آدم هم این جنگ رو میتونه با اراده آزادش پیروز بشه. و برای آمدن به انتخابش، چیزی که به آدم کمک میکنه تأثیر محیطه. چون چطور در زندگی دنیویمون محصول جامعه هستیم، کسی که در معنویات پیشرفت میکنه هم شروع به پاسخ محیط معنوی میشه و به این پاسخ باید خودش دست بیابه. یعنی چی میشم؟ یعنی چی میخوام بشم؟ و برای اینکه بتونم به چیزی که میخوام دست بیابم، باید چه کار کنم؟ باید همیشه خودش برای این جوابی پیدا کنه. و در کار معنوی شخص، کار برایش باید کمک کنه که در این شرایط همه چیو بتونه بفهمه. تا اینجا فکر کنم تمام هستیم. هرالده تمام هستیم. و بعد این ببینیم تأثیر محیط چی میشه. طبیعتاً یکم مثل همیشه بخونیم. از منابع حالا در تأثیر محیط از یک مقاله میخونیم. این مقاله رو یکم خلاصه کردیم از مقاله آزادی بالحاسولام، از مقاله آزادی و یا انتخاب آزاد اراده. و توصیه می کنم که این مقاله ها را هم بخونید.
اگه در درس مقاله هایی رو میخونیم در این فایده هست که درس هایت اونا رو بخونید برای اینکه داخل مقاله بتونید برید. وقتی هم که داخل مقاله میرید جاهایی میتونه باشه که اونا رو نمیتونید بفهمید. این نرماله، همه اینها خیلی نرماله، ولی کمش در این فایده هست که بدونید منابع از کجا میاد، که دنبال چیزهایی که میخونیم البته که از داخل اینها سوالهایی به وجود میاد و وقتی هم که سوالات به وجود بیاد جواب دادن به اینها هم منطقی میشه. برای اینکه بتونیم داخل اینها بریم بودن سوالهامون نرماله، مخصوصا در رابطه با مقاله ها. حالا چهار عنصر ببینیم به ما چی میگند. چیزی که چهار عنصر میگه اینه: چیزی که میگه چهار عنصر اینه شروع کردن آدم به پیشرفت. پیشرفتش از کدام صفحه میشه؟ چرا از اون نقطه شروع میشه؟ و در اصل از این چهار عنصر وقتی صحبت میکنیم حالا کوچکترین چیز هم چطور میتونه زندگی کنه، چطور میتونه پیشرفت کنه و نسبت به چی بزرگ میشه، همه اینها رو یاد میگیری. به خاطر اینو فقط به صورت انسان فکر نکنید. تمام آفرینش اساسا از این چهار عنصر عبارته: درجه بیجان، درجه گیاه، درجه حیوان و درجه سخنگو. وقتی هم که میگیم سخنگو از یک انسان معنوی صحبت میکنیم و در جامعه انسانی هم درجه بیجان، گیاه، حیوان، سخنگو هستند، ولی ما از اونها صحبت نمی کنیم. چیزی که ما صحبت می کنیم سخنگو یا انسان، موجود معنوی در داخل جامعه انسانی، اینها چیند؟ اونها نسبت به آرزوهاشون جدا میشن. درجه بی جان وقتی در جامعه انسانی داخل درجه بی جان زندگی میکنه، انسان ها فقط خانواده داشته باشیم، غذا بخوریم، زندگی کوچکی داشته باشیم، مثلا خانواده دارم، بچه دارم، خونه دارم و زندگی نرمالی داریم. پول دار شدن رو فکر نمیکنه، رئیس جمهور شدن رو فکر نمیکنه، دانشمند شدن رو فکر نمیکنه، فقط یک زندگی ساده ای داره. و درجه گیاه درجه پولدار شدنه، پول داشته باشن مثل گیاه ها، میخواد به بالای جامعه دست بیابه. گیاه ها هم به طرف خورشید میرن. درجه حیوان هم میخواد اعتبار داشته باشه، هنرمندان، سیاستمداران مثل حیوان ها. حیوان ها هم برای خودشون محیطی دارند، محیطی دارند که شکار میکنند، اونها هم به اون شکل. درجه حیوان در زندگی دنیوی خیلی اهمیت میدن. نمیدونم رئیس جمهور آمریکا بود، به چیش میخوای اهمیت بدی؟ تا یک گاو، تا اون، چه فرقی داره؟ چرا؟ چون با غریزه حیوانی زندگی میکنه، به خاطر این در طبیعت تأثیر چندانی نداره. درجه انسان هم در درجه انسان جامعه هم دانشمندان میگیم. چرا دانشمندان میگیم؟ دانشمندان صاف، یعنی میخوان نیروی پشت آفرینش رو کشف کنند. دانشمندان کشف کردن علم و اونو تکنولوژی کردن، اون دانشمند نیست. اون چیز معلومی رو برای منفعت خودش استفاده میکنه، یا برای پول یا شهرت یا اعتبار و غیره. دانشمند واقعی در جامعه چیزهایی که پشت آفرینش رو کشف نشده هند میخواد اونا رو کشف کنه. در داخل جامعه انسانی به این درجه از انسانها انسان میگیم، چون که نسبت به معنی زندگی در زندگی فیزیکیشون، در زندگی دنیویشون، اگه در این علمها هم شده باشه دنبال پاسخ اینا هستند. وقتی از شرایط معنوی نگاه میکنیم، موجودی که بهش انسان میگیم کسی که با خدا ارتباط داره، و چیزی که حیوان میگیم، گیاه میگیم، بیجان میگیم، این درجه ها هم حیواناتی که در اینجا آفریده شدند، که انسان ها هم داخل اینها هستند، انسان ها، گربه ها، گاو ها، خرها، همه اینها هم در درجه حیوان هستند، درجه گیاه دنیوی و درجه بیجان. تمام واقعیت بیجان خورشید بود، سیاره ها بود، ماه بود، دشت، بیابان و غیره. به خاطر این فکرمون خراب نشه اینجا. در داخل جامعه هم به این شکله، در واقعیت هم به این شکله، واقعیتش داخل انسان هم به این شکله، و تمام این آرزوها در داخل خودمونه. به خاطر این به آرزوهای درجه بیجان نیازمندیم برای اینکه زنده بمونیم. به آرزوهای درجه گیاه هم لازم داریم، اونم برای زنده موندن. به این شکل به آرزوی درجه حیوانی هم برای زنده موندن نیازمندیم. کم هم باشه هممون لازمه که کم اعتبار داشته باشیم. کمش به اطلاعات دنیوی که چه کار باید بکنیم، فهمیدن این هم لازمه. به خاطر این در همه این آرزوها وجود داره، ولی در داخل جامعه
اینها دستبندی شدند و رفته رفته که بین به طرف بالا میره، تعدادشون کم میشه رفته رفته. به خاطر این بیشتر جامعه انسانی 95% 98% میتونیم بگیم که متعلق به درجه بیجان هستند، یکم بیشترش متعلق به درجه گیاه هستند و خیلی کمش متعلق به درجه حیوان هستند و کمش به درجه انسان، سخنگو، دانشمندان، به این شکل. و خیلی خیلی کمش هم درجه ای که در معنویات بهش انسان میگیم هست. این همیشه به این شکل و در آینده هم به این شکل میشه. حالا بیایم به نوشته ها. اولین منابع. منابع یعنی چه؟ در برگیرنده ویژگی های پایه ارگانیسم و علم رو در بر میگیره. ذات ارگانیسم به طور دیگر منابع در کامل شدن ارگانیسم اطلاعات مربوط به آینده را در خودش محافظت میکنند هست. این یعنی چی حالا؟ این یعنی یک دانه تخم، این یک قطره اسپرم یعنی، و یا یک دانه یک درخت، یعنی چیزی که موجود آینده رو میخواد بیافرینه و به داخل اون ویژگی های متعلق به اون رو که میخواد بذاره و در داخلش به وجود بیاد. این ذات یعنی این چیزیه که میگیم. به خاطر این تخم، دانه، یعنی ویژگی هاش. به این شکل میتونیم یک دانه گندم رو به دست بگیریم. فرقی نمیکنه، همه دانه ها را میتونید در نظر بگیرید. چی کار میکنیم اونو؟ میکاریمش و از گندم گندم در میاد، چیز دیگه ای در نمیاد، سیب هم در نمیاد، از گندم گندم در میاد. چرا؟ چون در ذات اون دانه اطلاعات مخصوص خودش رو داره و در همه چیز در داخل واقعیت، در اصلش همه چیز اطلاعاته. هممون داخل اطلاعات زندگی میکنیم. به خاطر این هممون در واقعیت، در اصلش هممون در اصل انرژی و نیت و فکر هستیم که به وجود اومدیم. ولی فعلا اینا رو ول کنید، فکرتون خراب نشه. در زندگی دنیاوی چیزی که میگیم دانه، منابع هستند، یعنی اصل آدم، اصل دانه، اصل همه چیز، ذات همه چیز. بعد این پیشرفت منابع هست. یکم دیگه بخونیم ببینیم بالهاسلام چی میگه. بالهاسلام یعنی صاحب نردبان، برنامه ای که پیشرفت برنامه رو سبب میشه. این برنامه عوض نمیشه و بزرگ شدنش به صورت درست در ارگانیزم رو معلوم میکنه. گیاهشناسان مرحله های بزرگ شدن گندم رو زمانی که براش لازمه و عمر دانه رو بررسی میکنند و شبیه به این وقتی که انسان متولد میشه، در آینده پدر میشه و به صورت عمومی مرحله های بزرگ شدن رو میدونی. طبیعتاً داخل این دانه گندم برای گندم شدنش هر طور اطلاعاتی هست. در انسان هم به این شکل. چه کار میکنیم؟ هممون از یک تخم در میایم. طبیعتاً در داخل آن تخم، در اصلمون از یک قطره اسپرم، در داخل هممون ویژگی های معلومی وارد میشه و در این مورد کاری نمیشه کرد. و طبیعتاً در داخل رحم مادر، داخل آن تخم، ما هم مثل یک تخم دانه هستیم. به این شکل ویژگی هامون، کاراکترمون، پیشرفتمون، همه چی از پدرانمون به صورت ژنتیکی میاد، از پدر هم، از مادر هم. همین مورد در مورد دانه هم هست. در داخل دانه، اون گیاهی که در آینده قراره بهش تبدیل بشه، تمام اطلاعاتی که براش لازمه در اونجا هست و این منبع هم از اونجا میاد. طبیعتاً باید اطلاعات داخلش باید باز بشه، مثل باز شدن یک گل. طبیعتاً ببینیم چی میگه. صفحه سوم، عنصرهای خارجی وابسته به منبع. اینجا کم کم از محیط برامون میگه، ولی قبل از اینکه وارد محیط بشیم ببینید اینجا پایه رو برامون میگه. یعنی یک موجودی وجود داره و یا یک گیاه، یه چیزی وجود داره. داخل این یک اطلاعاتی وجود داره که قرار چی بشه، از این چی میشه، از این قراره چی در بیاد. یک اطلاعاتی وجود داره و این هیچ وقت عوض نمیشه، همیشه ثابته و در مورد این کاری نمیشه کرد. این چطور پیشرفت میکنه ببینیم کم کم برامون چی میگه. عنصرهای خارجی وابسته به منبع، یعنی عنصرهای وابسته به پیشرفتش. برای تکامل طبیعی ارگانیسم، شرایط محیطی که با دو عنصر اولیه همکاری میکنه، طبیعتاً چه کار میکنیم؟ یک گندم رو اگر دستمون بگیریم، تا وقتی دستمونه چیزی نداریم بگیم، چون گندمی که دستمونه، برای بزرگ شدنش دستمون یک محیط نیست.
از اون گندم جوانه ها در نمیاد. چی در میاد؟ هیچی در نمیاد. طبیعتا برای اینکه از گندم چیزی بشه، اون دانه گندم جایی که براش تأثیر درست داشته باشه باید یک محیطی باشه که بهش تأثیر بذاره. به خاطر این چه کار باید بکنم؟ اونو باید به خاک بکاریم، به خاکی که گندم بتونه اونجا در بیاد، خاک حاصل خیز. و به طور معلومی از اون خاک برای این که بتونه مینرال ها رو بگیره باید آب بدیم، خورشید باشه. یعنی برای بزرگ شدنش باید یک محیطی باشه که بتونه بزرگ بشه. و به طور دیگر در محیطی که مناسب نیست، چه بدونم در یه جای گذار در گلدان هست، از اونجا چیزی در نمیاد، چون چیزی نداره که از اون چیزی بکشه. به خاطر این دانه را باید به یک محیطی بذاریم که از شرایط مناسب به اون بتونه غذا بخوره و اون وقت میتونه جوانه بده. طبیعتاً عنصر وابسته به محیط بیرون که میگه اینه، هر چیزی برای بزرگ شدنش باید در محیط مناسب خودش باشه. حالا بیایم به صفحه 4 رو. شرایط 4. عنصرهایی که به منبع مستقیماً وصل نیستن، یعنی اون گندم رو مثال بگیم فعلا، برای بزرگ شدن آن دانه گندم تأثیری نداره. ولی اما از بیرون میتونه تأثیر بگیره. حالا ببینیم چیه. نیمیش بکنم. قسمت طبیعی تکامل طبیعی ارگانیسم نیست. میتونه روی ارگانیسم تغییراتی انجام بده. حالا بگیم گندم در مزرعه بزرگ میشه. عنصرهای خارجی که برای بزرگ شدنش تأثیر داره، بگیم یک کلاغ اونو کند و خورد. طبیعتاً تکاملش رو تموم نکرد. و عنصر بیرونی که با تکامل اون ربطی نداره، به اون تأثیر گذاشت. و یا ماشین از راه در اومد، وارد مزرعه شد و آن دانه گندم رو زیر گرفت و خرابشون کرد. طبیعتاً با گندم رابطه مستقیمی نداره، ولی با بزرگ شدنش هم رابطه نداره، ولی به بودنش تأثیر گذاشت، ولی رابطه مستقیم با بزرگ شدنش نیست. ما انسان ها هم همه اینها رو که گفتم، این چهارتا رو میتونیم به شکل مثال در دست بگیریم. همه اینها در تکامل انسان در داخل جامعه هم وجود داره. به خاطر این یک گیاه بزرگ میشه یا یک انسان بزرگ میشه، در میانشون فرقی نیست. به خاطر این قوانین طبیعت برای هممونه، برای آفرینش صدق میکنه. به خاطر این قوانین طبیعت قوانین خدا فهمیده میشه. به خاطر این قوانین خدا عوض نمیشه، چون که قوانین طبیعت عوض نمیشه. برای همه یکیه. برای کسانی که قوانین طبیعت رو میدونن هم یکیه، برای کسانی هم که نمیدونن هم به این شکله. چیزی نیست که ازش گذشت کنیم. اینجا یک سیستمی هست که کار میکنه و این سیستم برای هممون در داخل طبیعت بر روی همه به این شکل کار میکنه و در این مورد هیچ کاری هم نمیتونیم انجام بدیم. و فهمیدن این برای ما خیلی مهمه. این در کتاب علم کابالا صفحه 458. حالا امروز نمیتونم شکلها رو براتون بکشم، به خاطر اینکه از راه رسیدم، مناسب نیستم، چون که همه چیز اینجا استودیو نیست. اویکن دیلم چونکه هر شی، ولی تا جایی که از دستم برمیاد براتون روشن میکنم. اگه سوالاتی هم داشتید میتونید بپرسید. حالا ببینیم سوالی وجود داره. سوالات مربوط با درس هستند. به اینا نگاه کنیم، بعد اونم ادامه میدیم. چند تا سوال رو جواب بدیم. سوال: از کجا بفهمیم که داخل محیط درستی هستیم؟ دوستان، همیشه وقتی وارد یک محیط میشیم، چیزی که میخوایم به دست بیاریم هدفمون یعنی چیه؟ به صفحه های پیشرفتی که استادم به من یاد میده، اینو اینطوری میتونم بررسی کنم که آیا من میتونم برای رفتن به اونجا میتونم پیشرفت کنم. طوری دیگری نمیتونم اینو اندازه بگیرم. برای اینکه بتونم تاثیر محیط رو اندازه بگیرم، باید یک هدفی وجود داشته باشه. و به هدف چطور نزدیک میشم، اینو باید استادم برام بگه، باید رهبری کنه برام. برای این در معنویات این خیلی خیلی مهمه.
چون این کار هر از گاهی این مثال شنا کردن رو میدن، ولی این کار شبیه شنا کردن نیست. این به این شبیه که چطور میخوام پیشرفت کنم، چیزایی که از استادم یاد میگیرم باید همیشه اینا رو ربط بدم، چون در معنویات چنین شرایطی وجود داره. در اول درس در انتخاب آزاد هم وقتی میگفتم گفتم اینو، در معنویات شخص پیشرفتش همیشه با حسیات این که به معنویات نزدیک میشم، به خاطر این متدهای معنوی یا روحانی که میگن که چه بدونم، انسان رفته رفته خودشو خیلی خوب احساس میکنه، خودشو موفق حس کنه. خلاصش اینا نیستند. علم کابالا همه چیزه بیرون رو فراموش کنید و برعکس همه اونهاست. یعنی با پیشرفت کردن به جایی میرسم که به طبیعتم کاملا ضده. اینطوری میتونم پیشرفت کنم. به خاطر این شخص در اینجا داخل محیط و با رهبرش باید یک رابطه یادگیری خوبی باشه. چون نسبت به آموزه‌های بیرونی پیشرفت در معنویات اینا اصلا نیستند. به خاطر این که کاملا ضد طبیعتمون کار میکنیم به این شکل فقط. فقط بودن در داخل محیط درست، باید به اینا نگاه کنید که میتونید آیا یه چیزهایی براتون اضافه کنید، میتونید بفهمید که میتونم به کار چیزهایی اضافه کنم، این انرژی رو دارم ندارم. همه اینها آنالیز درونی هستند و همیشه باید داخل شخص اینا رو انجام بده. به خاطر این وقتی میگیم کار معنوی، یعنی یک ارزیابی درونی انجام میدیم، اتفاقای داخلمون رو آنالیز میکنیم، بررسی میکنیم تا به این شکل بتونیم به خودمون شکل بدیم. طوری دیگری پیدا کردن انتخاب اراده امکان پذیر نیست. سوال: دو شرایط ضد رو خودمون باید بسازیم؟ در شرایط هم برای این که انتخاب آزاد داشته باشیم، دو شرایط ضد مجبوره که باشه. حالا اینطوری بگیم، در زندگی هم همیشه باید دو شرایط ضد هم وجود داشته باشه، به این شکل مثبت منفی، شب روز، تلخ شیرین. در زندگی هم همه چیز رو از دو شرایط ضد به هم بررسی میکنیم. به خاطر این در معنویات هم، یعنی فرق میان زندگی و معنویات، در زندگی همه چی رو از خواست گرفتنمون حساب میکنیم. حالا بگیم که انسان‌های بیرون که نقطه اتقاب ندارن و زندگی معمولیشون ادامه میدن، نسبت به خواسته گرفتن زندگی میکنه. یعنی میگه که حالا کجا میتونم لذت بگیرم و برای گرفتن این لذت باید چه کار کنم. سوالش اینه، جوابش هم داخلش چیه؟ یعنی به تجربه زندگی، چیزایی که میدونه و یا چیزایی که از چپ و راست پرسیده و یاد گرفته، به طور راحتی این چیزی که میخوام چطور میتونم به دست بیارم. طبیعتمون به این شکل کار میکنه. به خاطر این شخص در زندگی دنیویش هم، انسان دنیوی وقتی زندگی میکنه، برای اون خوب و بد کجا میتونم خیلی خوب چیزایی به دست بیارم و کجا ضرر دارم، طبیعتا به طرف منفعت میره همیشه. طوری دیگری کار کردن انسان ممکن نیست. خواست گرفتن همیشه کجا میتونم بیشتر چیزایی به دست بیارم. به خاطر این در طبیعت هم خوب و بد و منفعت زیاد و منفعت کم، برای این که بتونم اینا رو بررسی کنم چه کار باید کنم، در زندگی دنیوی هم باید ضدیت ها رو ببینم. طور دیگری نمیشه. اگه دلم چیز شیرینی میخواد، باید بدونم که تلخ چیه و یا میدونم که چیز شور چیه. به خاطر اون چیز شیرین میخوام. اگه همیشه چیزهای شیرین میخوردم، چیزهای شیرین رو تو زندگیم حس نمیکردم. به خاطر این که تلخ رو میدونم، میگم که دلم چیز شیرین میخواد، و یا برای این که چیز شیرین رو میدونم، میتونم بگم که دلم چیز تلخ میخواد. به خاطر این که دوتاشم میدونم، در میان دو ضدی میتونم حساب کنم. در زندگی دنیویمون هم دقیقا به این شکله. طور دیگری نمیشه، چون همه چیز از دو شرایط ضد هم احساس میشه. سوال: در تفکر آفرینش پاسخ همه چیز معلوم نیست؟ هر طور شده اصلاح آخر انجام میشه. در آفرینشی که پاسخش معلومه، برای اینکه انسان اراده داشته باشه مگه امکان پذیر نمیشه؟ نه، اراده داشتن یعنی به هدف آفرینش اومدن نیست. انتخاب آزادم، اراده هم این کار رو انجام میدم یا نمیدم. سوال خوبیه، چون که خدا به ما اینا نمیگه که این کار رو میخوای یا نمیخوای. چنین چیزی نمیگه. اگه چنین چیزی میپرسید، از ما از اول میپرسید. میگفت که تو پایین دنیا رو بهت نشون میداد، در پایین چنین دنیایی هست، میخوای بری اونجا یا اینجا میخوای بمونی؟ تو هم نگاه میکردی میگفتی ولش کن، اونجا چه کار دارم من؟ اینجا بمونم. چون وقتی به اینجا نگاه میکنی، یک انسان با عقل برای اینکه اینجا رو با انتخاب کنه، باید دیوانه باشه. به خاطر این خدا برای ما
نسبت به هدف آفرینش انتخابی نمیده. در اون مورد هیچ انتخابی نداریم. چطور به اون نقطه میرسیم این قضیه متفاوتیه. به این شکل در این دنیا چنین شانسی هم نداریم که بزرگ نشیم. هر چطور باشه ما بزرگ میشیم. حالا میتونی بپرسی که هر طور شده بزرگ میشیم چه لازمه که به پدر مادرم گوش بدم؟ و یه بچه ای که پدر مادرش رو گوش میکنه، توصیه هاشون رو میگیره و به اون شکل بزرگ میشه. این همه هست. به خاطر این کسی که اطاعت نمیکنه، گوش نمیده، بزرگ شدن اون هست با اضطراب، زندگیش پر از اضطرابه و از یه پدر مادر باهوش که توصیه های اونها رو همیشه انجام میده و موفق میشه، این شخص هم وجود داره. دوتاش هم بزرگ میشه، دوتاش هم پیشرفت میکنه، دوتاش هم میمیره. زندگی همه به طرف مرگ میره. چیزی هست که فرار کنیم؟ نداریم. ولی این پروسه رو چطور میتونم طی کنم؟ در این شانسی وجود داره؟ آره داره. به خاطر این دانش آموز تنبل هست و دانش آموز زرنگ هست. کسی که گوش میده هست، کسی که گوش نمیده هست. کسی که زندگیشو خوب اداره میکنه هست، کسی که نمیتونه اداره کنه هست. در زندگی چنین شرایط هایی وجود داره و به این شکل شدن زندگی هم به ما اینو نشون میده که یعنی وقتی پیشرفت میکنیم میتونم به طور مثبتی پیشرفت کنم و یا میتونم با کتک خوردن پیشرفت کنم. ولی کشیدن استراب آدم رو اصلاح نمی کنه. اینو باید خیلی خوب بفهمید. چون بعضی وقتا دیندارا میگن که با کشیدن استراب به بهشت میریم. چنین چیزی وجود نداره. به باور کردن این هم و باور کردن این هم خیلی چیز بدی نمیخوام بگم. یعنی بگیم بچگانه هست، بگیم که بچه‌ای همیشه کتک میخوره و برای اینکه درس‌هاش رو رد نمیکنه همیشه از این و اون حرف میشنوه. به نظر شما با شکایت‌های این و اون درس رو رد میکنه؟ نه نمیکنه. در هر حالتی به امتحانات دوباره باید حاضر بشه و یا اون سال دوباره از اول میخونه و به اون شکل رد میشه. برای اینکه در کلاس مونده در خونه یکم اذیت کردنش هم اون درس رو براش رد نمیکنه. به خاطر این انتخاب انسان هم این کار رو چطور میتونم انجام بدم؟ در جواب این سوال هست. به خاطر این دو تا راه داریم برای پیشرفت در معنویات. یکیش راه معنوی یعنی راه نور، راه خدا، و دومیش هم راه خاک. و راه خاک با گذر سرنوشت است. چیزی که میگیم در زمانش، در اصل میتونیم بگیم که در زمانش، میتونیم بگیم راه خاک در میان این دوتا هست. چون انسان هیچ وقت نمیتونه همیشه در راه نور بره و همیشه اگه در زمانش بره با کتک خوردن رد میشه اون راهو. و در کار ما راهی هست که میگیم راه خاک در میان دوتاش هست. چون انسان همیشه با بالا پایین ادامه میده این راهو مثل موج و باید به این شکل باشه که بتونه شرایط رو یاد بگیره. به خاطر این وقتی میگیم راه خاک اونجا راه کسایی است که در معنویات میرند. ولی اونم میتونیم به نور نزدیکتر نگه داریم. این سوال خوبیه. خیلی انسان ها این سوال رو میپرسند. سوال نقطه تو قلب ما اون دانه هست؟ آره میشه. این سوال خوبیه. دقیقا به این شکل. یکم دیگه ادامه بدیم ببینیم چی میگه. نیلر دیولار بیزه بونه ایلگیلی. تمام. Şimdi o yüzden biraz önce ne dedik? Metehan'ın sorusunun حالا یکم پیش چی گفتیم؟ نقطه تو قلب مساویه چیزیه که در معنویات باید باشه. یعنی به خاطر اینکه اراده داشته باشیم این شرطه. یعنی باید یک طبیعت عمومی داشته باشم و شرایطی باشه که ضد این باشه. به خاطر این نقطه تو قلب نقطه یه که خدا برای هممون از خودش داده و اگه این نبود هیچ شانسی نداشتیم olmazdı. Maneviyat ve dombal maneviyat hem ne mi geçti? Çünkü kalpteki nokta esasen çünkü nokta tu kalp برای اینکه قسمتی از خداست که برای هممون داده دنبال خدا هست. یعنی یک خواستی داره که میخواد به ذات خودش برگرده و خواست گرفتن ما هم میخواد از اینجا لذت ببره، میخواد اینجا زندگی کنه. آرزوی اینه. به خاطر این دوتا شرایط ضد همه. به خاطر این نقطه تو قلب هم اولین شرایط اراده هست. اگه اون نباشه چیزی نداریم برای حرف زدن. یعنی به صورت معنوی چیزی نداریم حرف بزنیم. یعنی از نگاه تعریف معنوی چیزی نداریم بهش بگیم. به خاطر این نقطه تو قلب آدمو به این میاره که
لذت‌های مادی همشون پوچ هستند و اونو برای اینکه دنبال لذت‌های متفاوتی بدوه کمک می‌کنه که اینا رو بفهمه. به خاطر این کسی که به معنویات میاد از زندگی نمی‌تونه لذت ببره، شروع می‌کنه زندگی رو بی‌مفهوم دیدن، پوچ می‌بینه. چرا زندگی می‌کنیم؟ ولش کن. به خاطر این شرایط برای پخته شدن نقطه تو قلب، برای بیدار شدنش هست و این باید داخل آدم همیشه اینطوری باشه. یعنی حالا بگیم که تو بورس خیلی آدم ها پولشون از دست دادند، از ماه گذشته کاری نمیشه کرد و باز هم از دست میدند. حالا بگیم که خیلی پول از دست دادند و میگن که معنی زندگی چیه؟ حالا اگه برنده میشد این سوالا رو نمیپرسید. به خاطر این زندگی چی کار میکنه ما رو کم کم حاضر میکنه، ولی نقطه توغل به صورت معنادار بیدار شدنش به اون شکل نیست. بیدار شدن نقطه توغل اگه بتونه پول هم در بیاره، خیلی پولدار هم باشه، باز هم میگه معنی زندگی چیه. فرق میانش اینه، یعنی این کار شرایط خوب یا بد نداره. آدم میتونه در شرایط خوبی هم باشه که این سوال از داخل اینو بخوره، و اگه شرایط بدی هم باشه، اگه به صورت دنیوی نگاه کنیم، اتفاقای بد زندگی براش مهم نیست، ولی تو سرش همیشه این سوال هست و اونجوری زندگی میکنه. به خاطر این شرایط زندگی دنیوی هرچی هم میخواد باشه، داخل شخص این سوال باید آدمو ناراحت کنه. باید انسان رو ناراحت کنه که و باید دنبال جستجو بیاره آدمو. چرا زندگی میکنن؟ یعنی جواب این وجود نداره و نمیگه که اینو ولش کن و میگه که باید جواب این سوال رو پیدا کنه. چنین شرایطی رو داره. تمام. آدم با اراده خودش اگه به لذت گرفتن فکر نکنه و در شرایط احسان باشه، جامعه لذتی که شخص میخواد که مدلش رو تعیین میکنه، کسی که نقطه تو قلب داره با بزرگ کردن احسان کردن به محیطی نیازمند میشه. حالا اگر شخص به محیط نیازی نمیدید، جستجو هم نمیکرد، چون نیاز داشتن به محیط یعنی چی؟ وقتی نقطه تو قلب بیدار شده باشه، در داخل خواست گرفتنمون بیدار میشه. حالا قدیما دلمون میخواست پول در بیاریم، حالا خواست گرفتنمون معنی زندگی رو میپرسه. این هم یک خواست گرفتنه، به این شکل اگویست، یعنی باید به این شکل هم باشه، چون عوض نشدیم. با حال اگویستمون به معنویات میایم. ویژگی احسان کردن هم نداریم. احسان کردن در آینده دوره، وقتی پیشرفت کنیم. به این خاطر عنصری که اینجا مهمه اینه، آدم با خواست گرفتن میاد، ولی با خواست گرفتن میخواد جواب این سوال رو پیدا کنه و طبیعتا دنبال محیطیه که بتونه برای سوال جواب پیدا کنه. دقیقا به این شکل. به خاطر این شخص هم وقتی بیدار شده به این نیازمند میشه. چطور وقتی گشنه میشیم دلمون یه چیزی میخواد که بخوریم؟ اینجا هم میگیم روح آدم گشنه شد، خوابش بیدار شد، خواست گرفتنش بیدار شد و نسبت به این بیدار شد و برای ارضا کردن این هم به جستجو میاد. به خاطر این اینجا چیزهایی که از طبیعتمون میاد باید بدونیم. در اول خواست لذت گرفتن، طبیعت ما گرفتنه، گرفتن لذت و احسان کردن هست. اون هم چیه؟ جامعه‌ای که ویژگی‌های تلخش رو اهمیت نمیده، زندگیمون کنترل نداره و دنبال لذتی که جامعه برای ما دیکته میکنه دنبال این میدویم. طبیعتا انسان با خواست گرفتن بزرگ میشه، متولد میشه و چیزهایی که از جامعه بهش میاد دنبال اون آرزوها میدوه. اگه یادتون باشه درس گذاشته هم از این مثالی زدم. نمیتونید هیچ وقت ببینید که آدم دنبال خواست گرفتن خودش بدوه. اگه دلش میخواد پولدار بشه، چون تو اطراف پولدارها رو دیده و میخواد مثل اونها زندگی کنه. بگیم در اطرافش آدمهای مشهوری هستند، اون هم میخواد مثل اونها مشهور بشه، میخواد هنرمند بشه و یا سیاستمدار. اینو به خاطر اینکه در اطرافش داخل تاثیر اطرافیانش و یا به خاطر اینکه چنین آرزویی داره. به خاطر این هر کسی یک آرزوی معلومی داشته باشه، برای ارضا کردن اون آرزوش باید خودش رو داخل یک محیطی قرار بده. اگه میخوان یک فوتبالیست خوب بشید، باید داخل یک تیم فوتبال خوبی برید و مجبورید همیشه اونجا تمرین ها رو انجام بدید، راه دیگری نداره. اگه میخوان دانشمند بشین، باید میان دانشمندان باشید. یعنی اگه
میخوان دانشمند بشید نمیرید با فوتبالیستا یا آمیگوها بیافتید، چون در این شرایط از شما چیزی نمیشه، برعکسش در عقلتون پیشرفت میکنید. به خاطر این شخص هدفی که میخواد اونو به دست بیاره باید برای خودش یک محیط درستی رو تعیین کنه. هر کسی که عقل داره اینو انجام میده. و بزرگای ما چی میگن؟ میگن به خودت دوستای خوبی پیدا کن، از بدها دوری کن. من وقتی بچه بودم بهم میگفتن با چپ و راست کاری نداشته باش. اون وقت به خاطر اینکه تو کشور مشکلاتی بود، جریانهای چپ و راست، میگفتن با چپ و راست کاری نداشته باش. و این درسته. اگه یه شخص میخواد درست پیشرفت کنه، باید برای خودش یک محیطی رو پیدا کنه. به خاطر این هم ماها برای اینکه داخل یک محیطی هستیم، خواستهامون همیشه زیر کنترل اونهاست. چیزی که در همسایه‌ام میبینم میخوام. اگه نمیدیدم نمیخواستم. قبیله های اولیه به شکل خوبی زندگی میکنند. چرا؟ چون اونا در همسایه چیزایی رو نمیبینند که تلویزیون 120 اینچی داشته باشه که بره اونو بخره و به درختش ببنده. چنین آرزویی نداره. به خاطر این تا جایی که میبینه به اندازه چیزهایی که تو بیرون میبینه اون همه آرزوهاش بزرگ میشه و چیزهایی رو طلب میکنه و جامعه هم به این شکل تأثیر میذاره روش. احسان، در جامعه ای که کاراکترهای لذت دارند، اگر در جامعه ای که ویژگی های خواست گرفتن لذت رو داره، خواست گرفتن شخص و در میان ارزش های جامعه یک دوراهی به وجود میاد. این دوراهی به آدم دو چیز میده. شخصی که برده خواست گرفتنه حالا یک انتخاب جدید داره. به جای گرفتن انتخاب احسان کردن. این جنگ به شخص امتیاز استفاده از اراده خودشو میده. حالا اینو دوباره بخونیم. اگر در جامعه ای که ویژگی های خواست گرفتن لذت رو داره، خواست گرفتن شخص و در میان ارزش های جامعه یک دوراهی به وجود میاد. این دوراهی به آدم دو چیز میده. شخصی که برده خواست گرفتنه حالا یک انتخاب جدیدی داره. به جای گرفتن انتخاب احسان کردن. کار معنوی هم میتونیم بگیم. این جنگ به شخص امتیاز استفاده از اراده خودشو میده. طبیعتاً اینجا هم چیزی که مهمه اینه. یعنی در داخلم باید یک تجربه نسبت به معنویات باشه و یک تجربه نسبت به زندگی دنیوی باید باشه که من در میان این دو داخل دوراهی باشم. ببینید اینجا نمیگم که از دو تاش یکیش باشم، در میان دو تاش باشم. چون نقطه قلب چی گفتیم قبلا؟ قسمتی که خدا از خودش برای شخص داده به این شکل. به خواست گرفتنمون هم از اول آفرینش به این شکل خلق شدیم. طبیعتاً این هم متعلق به من نیست، این هم متعلق به من نیست. دوتاش هم متعلق به من نیستن. دوتاش شرایطی که به من داده شده. طبیعتاً انسان شدن یعنی میتونم خودم رو بسازم. انسان به این میگن. مثل این که چطور خدا آفرینش رو از هیچ خلق کرد، انسان هم دنیای معنویش رو خودش رو در معنویات از هیچ باید بسازه. به خاطر این ما در معنویات نیستیم. برای اینکه در معنویات باشیم باید به اونجا وارد بشیم و چیزی که انسان رو از بقیه جدا میکنه وارد شدنش به اونجاست. یعنی نسبت به خدا صاحب یک رابطه شدن، صاحب حس شدن، باید با اون رابطه ای داشته باشه. طور دیگری به این شکل به آدم انسان نمیگن. به خاطر این شخص برای اینکه بتونه خودش رو پیشرفت بده باید میان این دوراهی باشه. یکم پیش سوالی که دوستمون پرسیدن با اونم رابطه داره. از کجا بدونم که پیشرفت میکنم؟ پیشرفتم و همیشه باید اینو ببینی که در دوراهی هستی یا نه. اون وقت میتونی. به خاطر این کار معنوی در صفحه های آینده شروع میشه. جایی که اونجا بتونیم ارادمون رو ببینیم. و دوباره به شماها هم بگم. یکم پیشم گفتم. نقطه‌ای که بیشتر دوستان میفتند این شرایطه. یعنی در کار وقتی که یکم پیشرفت کردیم، شرایطی که به جلوی آدم میاد این دوراهی، احساس‌های بدی که در پیشرفت معنویات به وجود میاد و از چیزی که داخل خواست گرفتنمون مونده که از چیزهای دیگری هم میتونیم لذت بگیریم، کمش زندگیمو با لذت سپری کنم، این دو شرایط با هم جنگ میکنند
و متاسفانه آرزوهای دنیوی پیروز میشه و آدم در این شرایط از راه میفته، مخصوصا شرایطی که به آدم ناراحتی میاره. باید تلاش کنیم که در این شرایط به کار ادامه بدیم، چون در شرایط دیگه اون وقت صاحب اراده نیست. فکر کنید اگه ما شروع به معنویات کردیم و خدا همیشه برای اینکه ما معنویات کار میکنیم برای ما شرایطهای خوبی میده، زندگیمون یه های خوب شد، همه چی خوب میشه، کی از راه میفته؟ هممون مثل زالو به اینجا میچسبیم. چرا؟ چون برای اگمون راحته، برای اگو خوبه. میگه که در معنویات شروع به کار کردیم، قبل از کار زندگیم خیلی بد بود و یا بالا پایین داشت، حالا اومدیم همه چی به روال افتاد. اون وقت دیگه آدم خدا رو نمیخواد، یعنی نمیتونه بخواد. به خاطر این همیشه آدم از این دوراهی ها پیشرفت میکنه. در زندگی دنیوی هم آدم بزرگ بودن چطور میشه؟ کسی که میتونه از شرایط های سخت بگذره اون میتونه آدم بزرگی بشه. کسی که زندگی ساده ای داره بزرگی نداره، چون سرش کار نمیکنه. برای اینکه آدم فکرش کار کنه باید از زندگی از شرایط های سختی بگذره که اینا چطور باید بکنم، اونا چطور انجام بدن، چون مجبوره که سرش همیشه کار کنه تا بتونه عاقل باشه. نسبت به چی؟ نسبت به بزرگی آرزوش. و کسی که به معنویات میاد چون که آرزوش بزرگترین آرزو در دنیاست. چرا؟ چون این دنیا رو نمیخواد، اون دنیایی رو میخواد که به این دنیا حکم میکنه. به خاطر این کسی که به معنویات میاد اگویست ترین شخص در کره زمینه. طبیعتا هم نسبت به این چیزهای غیر شفافی و زندگی میکنه، ولی این چیزها مخصوصا برای اینه که بتونه ارادهش رو انتخاب کنه. طور دیگری نمیتونست از اگوش خارج بشه. اینو نباید فراموش کنیم. البته فراموش میکنید، اینم بگم بهتون، ولی نگید که نگفتیم، نگید که کسی به ما نگفته بود. به خاطر این اراده شخص برای این که بتونه تجربه کنه، شرایطی که بهش اجازه میده اینا هستند. حالا محیط زندگی دنیوی و زندگی معنوی باید چطور باشه؟ واقعیتش محیط زندگی دنیوی رو میدونی، کار، خانواده، دوست، چیزهایی که متعلق به زندگی دنیوی هستند، همه چی اونجا، همه چی از تلویزیون گرفته، از سایت اینترنتی بود، هر کجا که هستید. و چیزهایی که در زندگیم با اونا رابطه برقرار میکنم، همه چیزها در زندگی دنیویم به اونجا متعلقه. ولی محیط معنوی باید چطور باشه که حالا این دو محیط بتونن متقابل روبروی هم بیان و من هم میانشون بمونم و خودمو در اون نقطه پیشرفت بدم؟ حالا ببینیم محیط چیه. حالا برای سرعت دادن به پیشرفتمون نیازمند یک محیط خوبی هست. به خاطر این چه کار میکنیم؟ به بچه هامون برای اینکه بتونن خودشونو پیشرفت بدن اسباب بازی هایی میخریم. برای اونها یک محیطی میسازیم، چه بدونم، پازل میخریم، مخصوصا چیزهایی که بتونن رنگ ها رو از هم جدا کنن. از اون طرف لگو میخریم تا اونا رو به یک جا بیارند، تا سرشون شروع به کار کردن بکنه. و یا دستگاه موسیقی میخریم که از طرفی چشاش، سرش، همه چیزش با هماهنگی بیاد. هر کاری میکنیم که اونها بتونن بزرگ بشن و برای اونها بعدن مدرسه، دبستان، ابتدایی، همیشه وارد یک محیطی میکنیم اونا رو. و همیشه چی میگیم؟ میگیم که به مدرسه خوبی بفرستیم. چرا؟ چون اگه به یک مدرسه خوبی بره، فکر میکنیم که یک محصول خوبی ازش در میاد. یعنی انسانیت این شکل بودن اینو میدونه. چیزی که معلومه، اگه بچه‌مون رو به مدرسه خوبی بفرستیم، چیز خوبی ازش در میاد. اگه به مدرسه بد بره، چیز بدی ازش برمیاد. کاری نمیشه کرد. این همه ساده. برای اینکه شانسش رو بیشتر کنیم، مجبوره که داخل یک محیط خوبی باشه. نمیگم که اینجا هر کسی که پزشکی رو تموم کرده در یک کیفیته. کسی که وارد اونجا هم میشه، در میان اونهایی که اونجا هستن تفاوتی وجود داره. از اونجا یک دکتر بسیار خوبم در میاد، دکترهای بدی هم به وجود میاد. ولی در هر شرایطی به این بستگی داره که از محیط چطور استفاده میکنه. به خاطر این یا خوب میشه یا بد میشه. به خاطر این استفاده از محیط کار اصلی ما هست. حالا محیط معنوی چطوره و از این چطور باید استفاده کنن؟ استفاده کردن در اینجا شاید به چشم بدی نگاه کنید بهش. شاید براتون
معنی بدی بده، ولی نه بد نیست، ولی برعکسش طوری میخوام از این محیط استفاده کنم که منو در پیشرفتم به جایی که میخوام به اونجا برسم منو هول بده. طور دیگری اونجا چرا باشم؟ اگه برای پیشرفت کردنم اونجا نیستم چرا وارد اونجا باشم؟ شبیه به اینه که زندگی تو هدر میدی. حالا یکم بخونیم. از مقاله آزادی میخونیم. از سرفصل محیط فعال. علم کابالا صفحه 476. مقاله آزادی، محیط فعال. این محیط دوستان، کتاب‌ها، معلم‌ها و غیره برای اینکه بتونیم محیطمون رو انتخاب کنیم به این معنی میاد که همیشه میتونیم چیزهایی اضافه کنیم، مثل اینکه از پدرش چند شاخ گندم براش ارث رسیده. از این مقدار کم با انتخاب محیط میتونه خیلی شاخه‌هایی تولید کنه، چون منبعی که خاک حاصل خیز هست تمام نیازهاش مینرال‌ها و ماده خام به گندم رسیدگی میکنه. جدا از این البته که گیاه احتیاجات برای بزرگ شدن شرایطی که مناسبه برای اینکه اینها رو فراهم کنه موضوع تلاش کردن هم وجود داره. البته که انسان عاقل بهترین شرایط رو انتخاب میکنه و شکر میکنه. طبیعتاً تمام ستایش و زحمت به محیطی که گندم رو میخواد بزرگ کنه بستگی داره. فقط اگر یک بار در یک محیط کاشته بشه شکلی که گندم به خود میگیره با اندازه های محیط اندازه گیری میشه. در مکان ما هم شرایط یکیه، چون آرزو آزادی نداره. برعکسش از طرف چهار فاکتور بالا کار میکنه و شخص مثل گندمی که به محلش کاشته شده ارزیابی کردن و یا برای تغییر این قدرتی رو نداره و در این چهار فاکتور مجبور میشه که تحقیق کنه. طبیعتاً چیزی که میبینیم اینجا دوستان، نقطه تو قلبمون. یکم پیشم دوستمون پرسیدن به این بستگی داره که به کدام خاک ها کاشته ایم، ولی فقط با کاشتن کارمون تموم نمیشه. بعدنها این گیاه، این دانه و یا بگیم این درخت، بعضی وقتا هم که میگیم درخت زندگی، درختی که میوه میده، بعضی وقتا در کار معنوی انسان رو ایما میکنه. به خاطر این شخص اگه خودش رو به خاک های درستی بکاره، اگه به شکل درخت خوبی بزرگ بشه، اون درخت میوه میده، یعنی معنویات رو به دست میاره. خاطر این بعضی وقتها برای انسان هم درختی که میوه میده در منابع معنوی این تشبیه داده میشه، ولی شماها هم میدونید فقط کاشتن درخت کافی نیست، باید علفهای هرز اطراف رو بکنید. که بدونم اطرافش رو باید بکنم، باید آبش رو بدم، یعنی باید بهش نگاه کنیم. طبیعتاً وقتی نقطه تو قلب رو به یک جای میذاریم، اگه به جای درستی بکاریمش اونو نمیتونیم سر به خود بذاریم. ممکن نیست، به خاطر این در جنگل ها درخت میوه بزرگ نمیشه، یعنی میوه های وحشی میتونن بزرگ بشن. ولی از یک درخت صحبت میکنی، در جنگل درخت میوه بزرگ نمیشه، چون که درخت میوه نیازمند اینه که بهش نگاه کنی، نمیتونی سر به خود بذاریدش. در اینجا هم انسان به این شکل، وقتی که نقطه قلبش رو یه جایی میکاره باید چی کار کنه؟ باید به اون نگاه کنه، یعنی برای پیشرفتش باید یه کارهایی انجام بده. فقط اومدم اونجا، از آسمون افتادم به اونجا، در میان شما هستم. بعضی وقتا دوستان میگن که با شما برابریم، من چیزی نمیگم، ولی نیستن، در قلبشون با ما هستن. از این چیزی در نمیاد و طوری که شما هم میدونید چیزی در نمیاد. در زندگی دنیاوی هم به این شکله. اگه به معلممون بگیم که استاد با شما هستم، در درس نیستم، در کلاس نیستم، ولی با قلبم با شماها هستم، ممکن نیست که از اونجا بگذره، ممکن نیست. به خاطر این هم شخص فقط انتخاب یک محیط درست انتخاب اراده نیست. با استفاده از محیط چطور به خودش چیزای اضافه میکنه و برای پیشرفتش کارهایی که انجام میده اونها اراده هستند، یعنی قدرت دادن به خودش در داخل اون محیط اراده آزاد هستون. چون در هر حالتی اگه یه چیزی رو بخواد بکاریم دیگه کاری نمیشه کرد، چون مکانیزم اونجا کار میکنه و من چطور به اون نگاه میکنم، به اون رسیدگی میکنم، این چیز مهمیه. به خاطر این هر کداممون با اراده آزادمون، محیط و برای پیشرفت کردن در داخل محیط چه کارهایی که انجام میدیم باید به اینا فکر کنیم. این شرایط برای هممونه، برای کابالیستی که در مرحله های معنوی هست برای اونم صدق میکنه، چون اراده انتخاب آزاد تا آخر راه با ماها هست.
و شرایط برای هممون به این شکله. حالا در معنویات انتخاب آزاد اراده، یعنی استادم انتخاب میکنم، منابعی که کار میکنم رو انتخاب میکنم و دوستام انتخاب میکنم. محیط اینه. طبیعتا اگه کسی داخل این محیط بیاد، در کاری که داخل این محیط انجام میده کم کم میتونه پیشرفت کنه. در اول از کجا باید بدونم که این محیط درسته یا غلطه؟ اینو در درس های گذشته هم گفتم. اگه داخلتون راحت باشه در کار، اگه در اول داخلتون راحته، آره اینجا جای درستیه، من اینجا میتونم چیزایی یاد بگیرم، اگه اینطوری میگید مشکلی نیست. در اول همیشه به این شکله، با پیشرفت کردن همینطوری میمونه. داخلتون راحته، خوشحال هستید، همه چی خوبه، ولی بعدش یکم پیشم گفتم شرایطی که به وجود میاد، داخلتون مشکلاتی وجود میاد، طوری که گفتم در داخلتون مشکلاتی به وجود میاد، شرایطی به وجود میاد که هیچیو نمیخواد. این شرایط بعد این میاد که تلاشتون انجام بدید، یعنی آدم وارد محیط میشه، در داخل محیط یکم کار میکنه، بعد اون چی میشه؟ یکم میفته. و این افتادن هم خیلی مهمه، چون حالا اینجا در میان شرایط خوب و شرایط بد من چه کار باید بکنم؟ اینو وقتی از خودتون پرسیدید، اونجا جایی که اراده دارید. به این شکل. به خاطر این خیلی مهمه و شرایطی که بیشتر دوستان میفتند همینه. کابالیست‌ها هم میگن چه کار کنیم؟ هزار نفر میاد، یک نفر میمونه. به آمارها هم اگه نگاه کنید، دروغ نمیگن. به خاطر این در کار معنوی، چیزهای زندگی دنیاویمون که در متدهای دیگری وجود داره که بهش بگیم راحتی روانی، در معنویات چنین شرایطی وجود نداره که با آدم راحتی بیاره. شخص چنین آرزویی داره که واقعیت رو به دست بیاره. و چیزی هم که بزرگامون میگن خیلی درسته، واقعیت تلخه، مشکلی نیست، ولی برای کسی که میخواد بدونه یاد بگیره مهم نیست اینا، چون هدف آفرینش براش مهمتره. حالا زندگی برای ما یکم نزدیکه. حالا زندگی یکم برای ما، برای این که در معنویات پیشرفت کنیم، فرصت‌های دنیاوی رو برامون میده. به خاطر این امید میکنم که این آمارها عوض میشه، چون زندگی آدم رو اذیت میکنه. یعنی وقتی آدم نگاه میکنه به زندگی، وقتی به بیرون نگاه میکنه، میتونه به معنویات بیاد و بپرسه که کجا میره، چون جایی نیست که دیگه بره. هر طرفی ویروس هست، در هر طرف بلایای طبیعی هست. قدیما میگفتن استرالیا مثل بهشته، حالا امسال تبدیل به جهنم شده. از پارسال تا امسال، یعنی تبدیل به جهنم شده. به خاطر اینکه اونجا سالهای درازی زندگی کردن میدونن، واقعا کشوری که مثل بهشته. حالا میگیم کشور ما مثل بهشته، ولی اونجا هم خیلی زیباست. به خاطر این هر طرفی، به نیوزلند هم برید، اونجا هم از انسان بیشتر گوسفند هست. اونجا فکر کنید که چقدر جای آرامیه، از انسان بیشتر گوسفند هست، اونم خوبه، ولی اونجا هم زلزله میشه. در هر طرفی یه چیزی هست. بعد اون هالیوود هم میسوزه، کالیفرنیا کلا میسوزه، در میامی هستید، اونجا هم زیر سیله، نیویورک هم بگید که زیر قرنطینه هست. یعنی هر کجا هم برید، به جزیره دورافتاده هم برید، ویروس میاد و شما رو پیدا میکنه، چون که ویروس بیشتر از هوا هم نیست، شرایطی که از داخل آفرینش به وجود میاد. به خاطر این هر چیزی مثل این که واگیر داره، اگه به طور پزشکی نگاه کنید، من به شما فراترش هم بگم، به وجود آمدن یک ویروس هم پاسخ شرایطی که داخلش هستیم به وجود میاد، شرایطی که انسان داخلشه به وجود میاد. به خاطر این با چیزهای بیرون خودتون رو زیاد مشغول نکنید، چون که چنین چیزی وجود نداره و ممکن هم نیست. مثل اینکه خدا ما رو
قسمت ما رو به دست دیگران سپرده. به خاطر این هر چیزی که داخل انسان‌ها به وجود میاد، در گذشته وباها هم وجود داشتند. گذشته وبالار ده واردی بیر سورو. یعنی اون وقت یک سوم انسان کره زمین مردند از وبا. خیلی وباها اومدن و رفتند و اینو میتونیم بگیم که این هم آدم ها درست کرده بودند؟ نمیتونیم بگیم. به این شکل همشون از حیوانات اومدند و این هم برای انسان ها چیزی که میگه اینه، یعنی اگه مثل حیوانات وحشی رفتار کنید در درجه انسان و اگه جایی که باید باشیم نباشیم، اون وقت زندگی شرایطی که داخلش هستیم به سرمون اینا میاد. به خاطر این هم انتخاب کردن در قرن 21 برای انسانها خیلی راحت تره. خیلی راحته. از طرفی میخواد خیلی راحت باشه، از طرفی هم زندگی میگه که در موضوع راحت شدن هیچ شانسی ندارید. به خاطر این امید میکنم که آمارهای کم خوبتر بشه و میگن که چیزی که عقل نتونه اون انجام بده زمان انجامش میده. این به چه معنی میاد؟ یعنی در زمانش راه رفتن، یعنی مثل اینکه کتک بخوری، انتخاب دیگری نداری اونجا. به خاطر این محیطمون رو به دو قسمت جدا میکنیم. یکیش نسبت به زندگی دنیاویمون، محیط بیرون، خانواده، کار. اگه با خانواده معنویات کار میکنید که چه بهتر، اونم داخل محیط معنویتون میشه. ولی اگه کار نمی کنید، چه بدونم، زندگی کاریمون بود. انسانهایی که در بیرون میشناسیمشون، همه چیز در رابطه با زندگی دنیاویمون و چیزهایی که به چیزهای داخلیمون ربط داره، یعنی چیزهایی که مربوط به کار معنوی هست، استادم، منابع، دوستان، درسها و غیره، و در داخل این شرایط محیط معنوی میشه. در داخل دو محیط متفاوتی هستم و طبیعتا نسبت به این دو شرایط میتونم حالا انتخاب کنم. در قدیما این شرایط رو نداشتم قبل از اینکه به معنویات بیام. اون وقت داخل زندگی دنیاویم کجا لذت بود دنبال این میدویدم و یا کجا اضطراب بود میخواستم از اونجا فرار کنم. ولی حالا رفتارمون یکم متفاوت تر. اضطراب های دنیاوی در یک طرف متعلق به زندگی دنیاوی هست و این طرف هم معنویات داریم، کار معنوی داریم و این دو شرایط جدا از هم میشه. برای ما این خیلی مهمه. طبیعتاً شرایط داخلیمون باید محیطی باشه که اهمیت معنویات رو اونجا بیشترش کنه. در زندگی همه چی، هر کاری هم که بکنید، به این بستگی داره که چقدر برای ما مهمه. اگه یه چیز برامون مهم باشه دنبال اون میدویم. اگر محیط دنیاویم چه بدونم برای من پول بده، شهرت بده، علم بده و یا آسایش بده، در زندگی دنیاویم برام آسایش بده و اگه دلم اونا رو بخواد دنبال اونا میدوم. تأثیر محیط دنیاوی به این شکله. ولی اگه میخوام در راه معنوی پیشرفت کنم، باید خودم رو داخل محیط معنوی وارد کنم که معنویات اونجا در چشمم اهمیت پیدا کنه. سرمو کجا وارد کنم از اونجا اهمیت میگیرم. آدم هیچ وقت نمیتونه اهمیت معنویات رو تنهایی به دست بیاره. شما میتونید فکر کنید که در خونه تنهایی نوشته، به این فکر کنید که دوست داشتن دیگران چقدر مهمه. چنین چیزی وجود داره؟ ولی میتونید اینو فکر کنید که چقدر میتونم سرشون کلاه بزنم، چون اون خواسته گرفتنمونه و شخص نمیتونه به دوست داشتن دیگران فکر کنه. هیچ چیز شخص برای اینکه بتونه متمرکز فکر کنه فقط به واسطه محیط میشه، چه دنیوی چه معنوی فرقی نمیکنه. باید رویم یک محیط تاثیر بذاره که یک استارتی باشه اونجا. باید منو روشن کنه که وارد یه چیزی باشم، وارد یک آرزو باشم و یا داخلم یک آرزویی باشه، از بیرون هم یک آرزویی بگیرم و برای اون شروع به فکر کردن کنم که چطور میتونم این آرزو رو ارضا کنم. به خاطر این همیشه تأثیر محیط، اگه در محیط معنوی باشم آرزویی که نسبت به معنویات دارم اون رو بیشتر میکنم، ولی اگه در محیط دنیوی باشم فکرم به چیزهای دنیوی میره که اگه به اونها هم دقت کنید متعلق به شما نیستند. چیزهای معنوی وقتی هم داخل محیط معنوی اومدید اونها هم متعلق به شما نیستند. در اصل جایی که میتونید من بگید در میان این دو وقتی که بتونید خودتون رو انشاء کنید. این مهمه، چون انسان یعنی من آفریدم،
یکم پیشم گفتم چطور خدا از هیچ خلق کرد. آدم هم باید واقعیت خودش رو از هیچ ها بیافرینه، یعنی شرایط هایی که به خودش داده شده باید فرای اون یه چیزی رو بسازه. در غیر این صورت از دو طرف هم از یک عروسک فرقی نداره و فهمیدن این هم خیلی مهمه برای شخصی که در زندگی حیوانی دنیویش زندگی میکنه. به خاطر این چیزی نداریم که بگیم، چون نسبت به حس غریزیش زندگی میکنه. چیزی نداریم که بگیم، با چیزهای نرمالی که در داخلش وجود داره با غریزهش در دنیا زندگی میکنه و هیچ انتخابی هم نداره و هیچ وقت هم نبود و اگه در این شرایط هم ادامه بده هیچ وقت هم امکان پذیر نیست که باشه. به خاطر این انسان باید میان این دو راهی خودش رو انشا کنه. به خاطر این هر محیط به این سوال بستگی داره که چطور میخوام خودم رو پیشرفت بدم. اگه میخوام خودم رو در معنویات انشا کنم باید از محیط معنوی یک چیزهایی رو بتونم بگیرم، که چیزهایی که میگیرم مثل اینکه یک بنا رو میسازیم، سیمانش، آهنش، اینون چه کار میکنیم، یک خانه میسازیم. اینجا هم آدم باید چه کار کنه؟ حالا وارد محیط معنوی میشه و چیزهایی که برای انشا کردن خودش لازمه باید از اونجا بگیره و لازمه که از اینا استفاده کنه و طور دیگری نمیشه. به خاطر این چیزهای درونی و بیرونیمون نسبت به اینها دوتا محیط داریم و به این شکل میتونید محیطها رو تعریف کنید. چیزی که در معنویات هم میگیم استاد دارم، منابع داریم، منابعی که کار میکنیم. به خاطر این رهبر هم همیشه صادق به اون منابع کار میکنه. من هم از استادم به این شکل دیدم. به خاطر این هم لازم نیست که چرخ رو از نو اختراع کنم و میدونم که یک منبعی هست که کار میکنه. متریال های بالحاصلان برا باش میدونم که کار میکنند و تستش کردم دیدم این شکلیه. به خاطر این هم که به این شکله رهبر هم همیشه ادامه استادشه. چرا؟ چون با دست اون بزرگ میشه، با چیزهایی که او تعریف میکنه بزرگ میشه، با منابع او بزرگ میشه و میبینه که این به این شکل بود. یعنی وقتی که به واقعیت میاد به استادش حق میده، طبیعتاً به شاگردش هم چیزه به درد نخوری نمیده. چرا؟ چون راه ادامه میده. به خاطر این کابالیستا همیشه از استاد به شاگرد، از استاد به شاگرد به این شکله. بعضی وقتا تو اینترنت دوستان میگن که این کابالیست به این شکل میگه، من میپرسم که استادش کیه؟ از کدوم کابالیست یاد گرفته؟ استادش کیه؟ استاد استادش کیه؟ استاد اون کیه؟ و استاد اون کیه؟ چون که در ما میتونید اون زنجیر رو پیدا کنید تا جایی که میره. به خاطر این کابالیستا همیشه به واسطه زنجیرواری یاد میدن. درس اول هم گفتم. به خاطر این وقتی تو بیرون نسبت به کابالا چیزهایی میشنوید، از هر کس اینو بپرسید، از کی یاد گرفتی؟ چند سال کار کردی با اون شخص؟ استاد اون کابالیست کی بود؟ به تو از کدوم منابع یاد داد؟ از کجا میدونی؟ یعنی اگه بپرسید میبینید که پشتشون خالی در میاد. به خاطر این یک کابالیست معتبر، یک منبع معتبر باید یک گذشته معتبری داشته باشه. به خاطر این چیزهایی که در بیرون در مورد کابالا میگند و کارهایی که انجام میدند، بعضی وقتا دوستان نشون میدن کسایی هستند که از درسهای من چیزهایی رو گرفتند، ویدیو ساختند و به چیزهای روحانی خودشون اضافه کردند، مثل اینکه به یک هدفی خدمت میکنند. مشکلی نیست، برای من مشکلی نیست، ولی لازمه که خط رو به درستی به جاش بیارید. رهبر، منابع، دوستان، اینها رو باید به جاش بیارید. به خاطر این وقتی محیط رو انتخاب کنید باید دقت کنید. حالا یکم دیگه بخونیم، از تأثیر محیط ادامه بدیم. این محیط، دوستان، کتاب ها، معلم ها و غیره، برای اینکه بتونیم محیطمون رو انتخاب کنیم و برای اینکه همیشه چیزهایی اضافه کنیم به این معنی میاد. اینجا رو خوندیم فکر کنم. یعنی در نتیجه دوستان، محیط رو انتخاب میکنیم و باید داخل محیط کار کنم که بتونم اونجا نقطه تو قلبمو بزرگ کنم. اگه خودم رو داخل یک محیط خوبی بیارم
به اون شکل پیشرفت میکنم. اگه در محیط بدی باشم بد میشه آخرم. در زندگی دنیوی هم به این شکله. اگه سوال جواب هست حالا میتونیم یکم ادامه بدیم. سوالات نامربوط با درس هستند. سوالات نامربوط با درس. سوالار var doğru mu? Okay, ben sizi burada Zoom'dan göremiyorum. O yüzden siz bana Face'ten yazmak zorundasınız. Tamam, mesaj atın bana. Konuyla ilgili soru eklemediğinize göre yok diye varsayıyorum. Doğru mu anladım Burçin? Okey, tamam. O zaman başka soru almayın. Bu soruların cevabını halledelim ve dersimizi bitirelim. Şöylece ben direkt diğer sorulara geçeyim bakalım. Ders sırasında sınıftan gelen konu ile ilgili konu dışı sorular. Ders sırasında sınıftan gelen konu dışı sorular. Tamam. سوال مثل اینکه همه چی دروغ است، حتی شما و من، و داخل این دروغ دنبال چیز درستی بودن برام عجیب میاد. حسیاتم هم اشتباه میاد. چرا به این شکله؟ تنها چیزی که درست میاد برام با سرعت گذر کردن زمانه و من هم نمیتونم کاری بکنم. چرا به این شکله؟ یعنی دوستان، شرایطی که داخلشیم دوستان. در اصل در دنیای مجازی زندگی میکنیم. هر کسی داخل موبایل زندگی میکنه. یعنی مثل قدیم زندگی عادی نداریم. با انسانها داخل رابطه نیستیم. یعنی اگر زمان قبل از موبایل یادتون بیاد، وقتی بچه بودید و اگه بزرگ هستید و اگه سنتون بیشتره، به این شکل زندگی با سرعت میگذره، چون زمان سرعتش زیاد شده. در قدیما به این بر اون بر پیاده میرفتیم. بعدن خر و از پا رو خانگی کردیم، به اونا سوار شدیم و شروع به سرعت رفتن کردیم. سوار اسب شدیم، بعدش قطار اختراع کردیم، ماشین اختراع کردیم، هواپیما. اگه دقت کنید همیشه با سرعت ادامه میدیم. یعنی چیزهایی که اختراع کردیم همیشه سرعت پیدا میکنه. پیشرفتمون به این شکله، چون خواست گرفتنمون به این شکله. همه چیو حالا میخوام. میخواد همه چیو حالا انجام بدم. به خاطر این هم در زندگی هیچ چیزی لذتی نداره و با سرعت میگذره. حالا چیزی دروغ واقعی، حسیات دروغ. از طرفی در قرن 21 در محیط مجازی برای اینکه سرمون داخل لاکمونه چیزی هم زندگی نمی کنیم. زندگی کردن یعنی حسیات در میان انسانها. به خاطر این اگر داخل انسانها حسیات ندارید، نفرت هم نمیشه. اینو حس نمی کنید که زندگی میکنید. به خاطر این طوری که گفتم مثل این که واقعی نیست میگذره و برای این که شخص بتونه خودشو حس کنه به انسانهای دیگری احتیاج داره. به این شکل. به خاطر این انسان یک موجود جمعی هست، مجبوره با دیگران زندگی کنه. برای این که بودن خودمو حس کنم باید از بیرون عکس العملی بگیرم. از انسان دیگری، از موجود دیگری باید چیزی بگیرم و پیشرفتش قدرتمند بودنه. حسام هم داخل انسان ها هست. یعنی میتونی به طبیعت بری و تنهایی زندگی کنی، ولی مثل گیاه میشی. یعنی آرام میشه، یعنی چیز خوبی نیستین. بعضی وقتا به طبیعت میرن میگن آرام شدیم. چرا؟ چون دیگه خواسته گرفتن ندارن. در اونجا مثل حیوان میشن، داخل جنگل راحت هستند و به اون شکل میمیرند و میرند. شبیه اینه که در سر کوه مدیتیشن میکنی. چی میشی؟ مثل درجه بیجان میشی. به خاطر این پیشرفت آدم میان انسانها برای این که حس کنه وجود داره در میان انسانها هست. برای این که حس کنه انسانه باید داخل انسانها باشه. به خاطر این از طرفی حق داری، از طرفی هم اشتباهت اینجاست که وقتی زندگی یک و تک بزنه اون وقت میگی زندگی میکنم و میگی که واقعا هستم. چون به این شکل زندگی یه هوی ما رو به واقعیت میاره.
اون وقت نشون میده. چرا؟ اینو یک شرایط تنفس فکر کن. به این شکل آدم دوباره باید از خواب بیدار بشه و برای بیدار شدنش نباید منتظر چیز بدی باشیم، ولی چیزهای بد آدم رو بیدار میکنه. به خاطر این حالا به این شکل میتونه بیاد. همه چی غیر واقعی، نامعلوم و یا چی بدونم، دور از واقعیت. ولی وقتی به آدم اتفاق بدی اتفاق بیفته، آدم فوری میگه که این واقعیه. وقتی کتک بخوره آدم یه هوی بیدار میشه. شرایط به این شکله. اینم بگم، از خودم یادم میاد. این شرایط بیدار شدن نقطه تو قلبه. وقتی تازه بیدار میشه، مثل این که تو رو از واقعیت جدا میکنه. یعنی اینجا نقطه تو قلب هم نقش داره. کارهای نرمالی که انجام میدی نسبت به اونها هوس نداری. یعنی برای این میکنی که کاری کرده باشی. از خودم یادم میاد اون روزها رو، مثل این که تمام زندگی پوچه، مثل این که مثل یک روح راه میری و غیره. این حس ها وجود داره، درسته، و مخصوصا زمانهای جستجو هم به این شکله. سانکی بی حیالت کی بی گزدیم گیبه وسایره اولی هیسلر وار دورو. چون از طرفی نقطه تو قلب بیدار میشه، از طرفی داخل جستجو هستی. این جستجو وقتی ادامه میدی، حسیاتی که دوام ادرکن ده بو دنیانن این دنیا پوچه، که چه کار میکنم، چه کار میخوام انجام بدم، لذت زندگی کجاست، اینا هستند و به خاطر این اینا نرمال هستند. و این حسیات هم حسیات زیبایی هستند، به نظر من چیز خوبیه و لازمه که به این شکل باشه. از خودم هم به این شکل یادم میاد. سوال: در معنویات تولد با دوستایی که خوب کار میکنن امکان پذیره؟ یا کسایی که میان همان شرایط رو میگذرونند و باید با هم رابطه برقرار کنند؟ حالا پیشرفتم میان دوستان به تلاش من بستگی داره، چون مدرسه ای که یکم پیش گفتم، بگیم دوتامون هم پزشکی تموم کردیم، ولی تو خیلی پرکار بودی و شبها کار کردی، آزمایشاتی انجام دادی، چه بدونم حیوانات رو بریدی. من هم چیزایی که لازم بود انجام دادم و بیشترش رو انجام ندادم بگیم. و تو از اونجا در اومدی، دکتر خوبی شدی. ولی من به جای 6 سال در 8 9 سال تموم کردم. تو رفتی جای خوبی، متخصص شدی، جراح شدی. من هم در جای کوچکی در شهرستان، دکتر در یک جای کوچکی دکتری میکنم. در میان من تفاوتی هست. دوتا همون هم دکتری و از یک جا در اومدی، ولی طوری که دیدی دو دکتر متفاوت به وجود اومد. اینجا هم به این شکل، زندگی به این شکله. به خاطر این شخص اگه در محیط خوب درست کار کنه، این به خودش بستگی داره. و دوستان، اراده، انتخاب آزادمون اینجا به کار میفته، به اینکه به چه نحوی از محیط استفاده میکنیم. به این شکل بگیم که در پزشکی به دوتامون هم شرایط یکسانی داده شد، ولی تو خوب استفاده کردی، ولی من نتونستم خوب استفاده کنم. به این شکل اینجا هم دقیقا به این شکل کار میکنه. و شخص باید کار رو اگه خوب در داخل محیط انجام بده کارشو، به اون شکل میتونه پیشرفت کنه. و اینو از تجربه میتونم به این شکل بگم. سوال: سوالم مربوط با درس نیست، ولی خودمو احساس میکنم که گم شدم. این تفکر از خدا برای من میاد. دوستان، هر اتفاقی که تو زندگیمون میفته، هر چیز، اگه ما رو خدا آفریده، اگه از سر همه چی رو خدا آفریده، هر اتفاقی که به سرمون میاد، برای اینکه پاسخ آفرینشه و همه چی رو از اون میبینیم. یعنی وقتی کابالیستا میگن که غیر از او کسی نیست، خیلی چیز با منطقی میگه. چون اگه آفرینش رو او خلق کرده و اگه منو داخلش انداخته، نمیتونه طور دیگری باشه. چون که ماها در داخل آفرینش، قسمتی از آفرینش آفریده شدیم. به خاطر این هر احتمالی که اینجا میشه و هر چیزی که اتفاق میفته و در آینده میخواد اتفاق بیفته، روند یک سیستمیه که کار میکنه و قسمتی از اونه. به خاطر این هم همه چیز از خداست.
در پوچی بودن خوبه، اگه در اونجا نبودی، یعنی اگه کسی که در پوچی نباشه چرا به معنویات بیاد؟ به خاطر این شما رو میفهمم، هممون هم به این شکل اومدیم، یعنی راه فراری نیست، منم به این شکل اومدم، یعنی میتونیم بگیم در داخل پوری پوچی، همه چیز هست، همه چیز خوبه، ولی پوچی همه چی. اما باش، یعنی باش گلی. یه مثالی که یکم پیش گفتم، کسی که زندگیش خوبه و بده، دوتاش هم داخل پوچی هستن و مهم نیست که براش خوب باشه یا بد باشه، ولی پوچه. به معنویات هم آدم های پوچ میان. ابراهیم یه داستان خوبی هم داره که ابراهیم وقتی در بابل قدم میزد، آدم های پوچ رو انتخاب کرد. در کتاب رامحال می نویسه، اگه اشتباه فکر نکنم، ابراهیم از بابل انسان‌های پوچ رو انتخاب کرد. یعنی چی آدم‌های پوچ؟ آدم‌های احمق نه، و یا آدم‌هایی که به هیچ درد نمی‌خورن نه، آدم‌هایی که پوچ بودن زندگی رو احساس می‌کنند. به معنویات این شخص‌ها میان. به خاطر این پوچ بودنتون چیز خوبیه. در غیر این صورت چه کار داشتید اینجا؟ سوال بعدی در داخل مفشا شد و فهمیدم که وحشی‌ترین موجود کره زمین من هستم. حالا باید چه کار کنیم؟ معنویات کار میکنیم. دیگه چه کار میتونیم بکنیم؟ انتخاب دیگری هم داریم؟ معنویات کار میکنیم. و خود تو موجود وحشی دیدن چیز خوبیه. کنی گرمنی یه بیشه. چون آدم در داخل دیلما میشه در این شرایط که میخوام اینطوری بمونم یا میخوام عوض شم. به خاطر این افشا شدن بدی در داخلت به ما اینو نشون میده که باید اصلاح بشیم. به خاطر اینو باید عوضش کنیم اگه میخوای. ولی وقتی میگیم افشای بدی، برای ما افشای بدی یعنی در مرکز آموزش هستیم، تازه شروع به کار کردیم، اونها چیزهای دنیوی هستند و بعدی اصلی نیستند. اونا رو بعدا میبینیم و این شروع که به صورت دنیوی هم میبینی، اینم خوبه که تصمیم بگیری که وحشی بشم یا خوب بشم. با خوندن کتاب های پیشرفت شخصی اینا رو میدونیم که خودمون بدیم نه دیگران. کار کابالا در کجا این تفاوت ایجاد میکنه؟ این سوال خوبیه. حالا میدونی که بدی. حالا متدهای دیگری به تو اینا چطور میتونی عوض کنی رو میگه؟ اینو انجام بدی. از طبیعتت در میای و یک طبیعت دیگری به دست میاری، اینو میگه. و اینو باید اینا رو بکنی، میتونی انجام بدی، میگه. در اول به تو طبیعتت چیه میگه و باید متقابل با این چی باید باشه، اینو میگه. و بعدش بعدی که کشف میکنی چطور با چه کاری میتونی روش بری رو میگه. اینا رو از متد بپرس. متد به این شکله. اگه کسی باشه جوابت رو بده و به دلت نشست، جوابی که میدن در مقایسه با من، باید اونجا باشی، کجا که قلبت راحته. ولی علم کابالا با تغییر طبیعت شخص برای اومدن به احساس کردن خدا هست. به خاطر این باید بپرسی که هدف چیه. هدف چیه؟ تمام بدی داخلمه، همه چی داخلمه، از احساس واقعیت معلوم. 2000 سال پیش کابالیستا نوشتن در کتاب زهر، تمام واقعیت در داخل خودمه. به این شکل 2000 سال پیش. چرا؟ حالا میتونی بفهمی که چرا 2000 سال پیش به مردم نگفتند، به آدم جادوگر میگفتند. انسانی که 2000 سال پیش زندگی میکرد و انسان امروزی میانشون تفاوتی وجود نداره. امروز تو بیرون انسان هایی هستند که به جن و پری اعتقاد دارند. بعضی وقتا اینجا هم میان. نمیدونم دیگه چی بگم. به خاطر این نگاه میکنی متد چطور کار میکنه؟ بهت راه رو نشون میده؟ متد طبیعت که باید بهش دست بیابی رو بهت نشون میده؟ تمام، اوکی، بدی. ولی باید چه کار کنی؟
شاید بهت میگم باید خودتو عوض کنی. چطور عوض میکنی؟ وقتی هم عوض کردی چی میشی؟ و یا در رابطه با و یا حالا در مقایسه با طبیعتم به چه نوع طبیعتی دست میابم؟ باید اینها رو بگه مگه نه؟ به خاطر این باید تمام این سوالات رو از متد بپرسی. استاد خدا از شما محافظت کنه، ولی بگیم که شما مردید، شرایط ما چی میشه؟ نسبت به سلسله به کسی دیگری انتقال پیدا میکنه؟ آموزش ها؟ نمیدونم، اونجا هم باید به خدا اعتماد کنیم. معلوم نیست که به کسی فردا چه اتفاقی میفته. در ما هم معلوم نمیشه، در خانواده ما مردها زیاد عمر نمی کنند، به خاطر این معلوم نمیشه. من هم پدرم در جوانی مرد، پدر اونم در جوانی مرده بود. در ما چنین سلسله‌ای وجود داره، سلسله‌ای که تو جوانی میبینیم. به خاطر این نمیدونم میتونه باشه، ولی اگه شخص نقطه تو قلبش بیدار شده باشه، البته که خدا بهش راه نشون میده. یکی به دست میگیره، نمیدونم، ولی بنی باروخ به تمام دنیا باز هست، مونده. اگه به من چیزی هم بشه میتونید با بنی باروخ ادامه بدید، مشکلی نیست. پارسال قسمتی از میمونها به عصر سنگی وارد شدند. در این مورد شما چیزی دارید بگید؟ گروهی از میمونات سال گذشته به عصر سنگی گذر کرده. بله، تکامل هست، ولی مثل این که داروین گفته بود نیست. یعنی از درجه بیجان به گیاه، از گیاه به حیوان، از حیوان به انسان، یک تکاملی وجود داره. ولی بگید که از میمون اومدی، ماره از میمون اومدی، ولی ذاتمون میمون نیست، از درجه بیجان اومدی. چون در اول در آفرینش درجه بیجان خلق شد، به خاطر این هممون از درجه بیجان میاد و از تکامل درجه بیجان درجه گیاه به وجود میاد و از درجه گیاه هم درجه حیوانی به وجود میاد و در اینها وسط هم وجود داره. در میان بیجان و گیاه مرجان ها هستند. از گیاه هم به حیوان در وسط موجوداتی هستند که نصف حیوان نصف گیاه هستند. اینها رو میتونید تو دریاها پیدا کنید که نصف حیوان نصف گیاه. موجودی هست که از شکم به زمین وصله، به خاک وصله، ولی میتونه حرکت بکنه و بعد اون هم بین انسان و حیوان هم میمون ها هستند. به خاطر این بیشتر است 90% ژن هامون با میمون ها یکیه، از شامپانزه ها میاد و بعد اون هم انسان هست. به این شکل، به خاطر این تکامل هست. خواسته گرفتنمون هم از تکامل رد میشه. پیشرفت خواسته گرفتنم یک تکامله. چطور شد که فقط برای بودن، زندگی کردن، به ثروتمند شدن، صاحب خاک شدن، شاه شدن، فهمیدن و غیره رو چطور شد که در این صفحه ها پیشرفت کردیم؟ چون که خواست گرفتنمون تکامل میگذرونه. تمام واقعیت هم یک خواست گرفتنه، اون هم به این شکل تکامل رد کرد. سوال: حالا در کتاب کسی که صاحب آگاهی زیادی هست و کابالا کار نمیکنه میگه که روح طبیعت بهش استراب میاره. یعنی در این شرایط ماهایی که نقطه تو قلبمون بیدار شده فقط برای اینکه کابالا کار نمیکنیم استراب میکشیم. لطفاً دلیل اینو بگید. دوستان، استراب برای همه هست، فقط برای کابالیست استراب نیست. مگه میشه استراب نباشه؟ شکل استراب متفاوته، ولی مجبوره در طبیعت استراب باشه. طور دیگری نمیتونی لذت رو بفهمی. به خاطر این دو شرایط برای کابالیست وجود داره. چرا فقط استراب میکشه؟ اون چیز متفاوتیه. در این دنیا آدم برای این که نمیتونه جیبش رو پر کنه، یعنی برای این که نمیتونه خواسته گرفتنش رو پر کنه. وقتی جیب میگیم از خواسته گرفتن حرف میزنیم. نتونسته خواسته گرفتنش رو ارضا کنه. به خاطر این که تو زندگی نمیتونه ارضا بشه، استراب میکشه. در معنویات هم استراب هست. در معنویات استراب اینه که وقتی میتونی دوست داشته باشی، نمیتونی دوست بداری. و یا میتونستم برای دیگری کاری انجام بدم ولی نکردم. استراب اندازه‌اش فرق میکنه. به خاطر این جایی که استراب نباشه لذت نمیشه. به خاطر این واقعیت رو از داخل دو شرایط ضد هم باید حس کنیم و این به آدم چیزهای زیادی میده و میتونید به این شکل همه چی رو بفهمید. چنین چیزی نداریم که کابالا کار میکنم استراب نمیکشم. خیلی کابالیستا از اضطراب‌های بزرگی به صورت دنیوی رد شدند. کسایی که سنگسار شدند، کشته شدند، از سرطان مردند، اینو کابالا کار میکنم یعنی در زندگی دنیوی اضطراب میکشم نیست.
و یا زندگیم به صورت خیلی خوبی میگذره. اینا نیستن، چون که کسی که علم کابالا کار میکنه، حالا بگیم کابالیستی که داخل پله های نردبان هست، با استرابه. تمام انسان ها زندگی میکنه، از همه بیشتر داخل استرابه، چون که میتونه جامعه رو حس کنه. به خاطر این تا جایی که میتونه میخواد انسان ها رو پیشرفت بده، چون که قسمتی از استراب اونا میشه. ولی این استرابیه که از عشق میاد، یعنی اونجا کسی در جنگ میمیره، یکی میترکه، به خاطر این که دستش قطع میشه نیست، رفتارش و طرز نگاه کردنش به انسان ها مثل این که انسان بچه های اون هستند و مجبوره و میخواد اونها رو بزرگ کنه، بهشون نگاه کنه، میخواد پیشرفتشون بده. به خاطر اون هم استراب داره و استرابش از شما بیشتره. چیزی هست که ترجیح داده میشه. اگه میخوای انسان بشی و میخوای انسانهای دیگری رو احساس کنی و میخوای خدا رو احساس کنی، البته که لازمه استراب خدا رو هم احساس میکنه، چون که خدا هم استراب داره. فکر کن که 8 میلیارد بچه داری و همشون کم عقلند، همشون هم دیگر رو میکشند، همشون هم دیگر رو میخورند، به هم دیگه تجاوز میکنند. اینطوری هم نگاه، چون به خاطر اینکه ما خودمون رو از خدا جدا میدونیم، اونو به حساب نمیذاریم، ولی یک کابالیست اونم به حساب میذاره، چون در میان دو راهی. یکم پیشی گفتم در اراده در میان دو راهی، از یک طرفی خدا هست و غم اون هست، و از طرفی انسان ها هستند و غم انسان ها هست. به این نگاه میکنی، به اون نگاه میکنی و میگی که من چیکار کنم. به خاطر این تو هم کار میکنی، به اینم کمک میکنی، به خدا هم کمک میکنی. به خاطر این چیزی نیست که بگیم استراب وجود نداره. استراب دنیوی هم دارن. بال حاصلام از سرطان مرد، راباش هم داستانهایی داره که من فکر نمیکنم ما بتونیم به اون شرایط تحملی کنیم، چیزهایی که اون زندگی کرده بود. ولی این چیزهایی هستن که انسانو قوی میکنن، خیلی قوی میکنن آدمو. به خاطر این یک کابالیست چیزی که انسانهای معمولی نمیتونن اونها رو بکشند، بیشتر از اونو میتونه بلندش کنه، چون میتونه با موضوع خوب ارتباط برقرار کنه. به خاطر این انسان نرمال افسرده میشه، خودکشی میکنه با چیزهای کوچک بچگانه. کسایی هستن که میگن تو زندگی همه چی خوبه ولی من نمیتونم لذت ببرم، و خودشونو میکشند. از چیز کوچک زندگیشو تموم میکنه. و برای کابالیست این شکلی نیست و به این شکل هم نیست که استراب نمی کشه. قسمتی از هممونه. هر چقدر بزرگ باشی استرابت اون همه بزرگتره. حالا میتونی اینم بگی، حالا چرا ما کابالا کار کنیم؟ چون در طبیعت مثل خدا بودن لذت خیلی بزرگی داره. و تمام لذتهای دنیا رو جمع کن، یک گرم از اونم نمیشه. اینم هست. به خاطر این پیشرفت کردن در معنویات از طرفی لذت بزرگی داره، و از طرف دیگری هم حساتونو برای اینکه به دنیا باز کنید چیز خیلی خوبیه. برای اینکه تمام واقعیت رو حس کنید، برای اینکه جلوتونو بتونید ببینید، واقعیتش برای مسیر دادن به واقعیت، چنین فرصتی دارید برای مسیر دادن. هم یک کابالیست در واقعیت میتونه زمان رو سرعتش رو بیشتر کنه و میتونه در زمان چیزهای بد رو به چیزهای خوب آدم رو در این راه پیشرفت بده، و انجام دادن اینها چیز خیلی بزرگیه. به خاطر این چیز خیلی خیلی بزرگیه، ولی باید از داخل لذت کار کنیم که اونم اگویست میشه. به خاطر این باید تنظیمش رو داشته باشیم، یعنی مجبوره که همه چیز رو به شکل احسان کردن در بیاره. یعنی نقطه تو قلبمون بیدار شد و از دنیا جدا نمیشیم و یا از جامعه اینا جدا نمیشیم، برعکسش اونا رو حس میکنیم. یعنی برای اینکه کابالا کار نمی کنی استراب نمی کشی. کسی که بیدار شده اگه کار کنه خیلی خوبه براش، چون جایی که باید باشه حالا بیدار شده. به این شکل اگه کار نکنه، جایی که باید باشه و جایی که هست، در این فاصله باید استراب بکشه.
مثل این که وقتی میخواد بچه هاتون رو بزرگ کنید، اگه جایی که باید باشه در اونجا نباشه مجبورید که حلش بدید. به خاطر این به کلاس میفرستن، به آموزشگاه میفرستن، حل میدن بچه رو. به این شکل زندگی هم به این شکله. از زندگی یاد بگیرید دوستان. چیزهایی که از زندگی میبینیم میتونید تشابهتون در پیشرفت معنویتون رو ببینید. به خاطر این استرابش بیشتر میشه. آره میشه. چرا؟ چون نقطه تو قلب بیدار شد و به این معنی میاد که باید بزرگ بشی، مجبوری بزرگ بشی، باید سنت بالاتر بره. برای هممون به این شکله. سوال، میبینم که تماما از ایگو تشکیل شدم. مثل این که ایگو در داخل من نیست، من در داخل ایگو هستم. هر کاری که میکنم اون میکنه. سوالم اینه، اگه همه چیز از طبقه خدا اداره میشه، خدا از روی ایگومون به ما تاثیر میذاره و یا خدا و ایگو رو باید دو نیروی متفاوت ببینی؟ نباید به شکل دو تا نیروی متفاوت فکر کنی، چون خدا ما رو ایگویست آفرید و زمانی که ما رو آفرید تموم شد. اون وقت برنامه کار میکنه. به خاطر این یکم پیشم گفتم قانون این که غیر از او کسی نیست به این شکل کار میکنه. ما رو به این شکل آفرید و تمام تأثیرات از اول بر روی ما گذاشته شد. حالا آفرینش در روالش میگذره. به خاطر این همه چیز تأثیر طبیعتمون بر ماست. کلمه خدا و کلمه طبیعت یکیه در معنویات. چه طبیعت، چه خدا، چه الله، زندگی، همه اینا یک چیزه، چون فاکتورهایی هستن که در بیرون من به من تأثیر میذارند. خودم نیافریدم، طبیعتم به من تأثیر میذاره، طبیعت بیرون رو هم من نیافریدم، اونها به من تأثیر میذارن، آدمای بیرون هم من نیافریدم ولی اونا به من تأثیر دارن. حیوان بود، گل بود، خورشید بود، ما همش روم تأثیر میذارن. به خاطر این چه حیات، چه خدا، چه طبیعت، هرچی بگی همه اینا یکیه. به خاطر این اونی که میگه آرامش در طبیعت حق داره و کسی که میگه آرامش در خداست اونم حق داره. دوتاش یکیه. خدا هر کسی رو با حق به حرف میاره. به این شکل میبینیم. به خاطر این که طبیعتمون به این شکله. سوال، چون که با خدا و انسانها کشتی گرفت و بر اونها غالب شد، این به چه معنی میاد؟ یکم پیش در موضوع انتخاب آزاد گفتیم باید در میان دو راهی جنگ کنه. جنگ مقدس که میگن اینه و جنگ مقدس در راه معنوی برای پیشرفت کردن جنگ کردنه. از طرفی ایگوم جنگ میکنه، از طرفی هم ویژگی احسان کردنم جنگ میکنند و من به همراه دوتا شکار میکنم، به هماهنگی میارم و نسبت به تمام شرایط هایی که خدا به من داده جنگ میکنم و در معنویات در زندگیم چیزهای اتفاقاتی که بر روی من میاد نسبت به اونا جنگ میکنم. به خاطر این داوود یک داستان خوبی هم داره که برای خودش یک شمشیر و یک سپر درست کرد. برای خودش سفارش نمیده که بسازن، به خودش یک شمشیر میسازه و یک سپر میسازه، یعنی ویژگی مرحمت رو و ویژگی بزرگی رو خودش انشاء میکنه. البته که شمشیر و سپر برای بازی کردن نساخت، از معنویات حرف میزنه، یعنی به صورت شفاف دو شرایط رو به دست میاره و این دو شرایط یعنی به دست آوردن خدا و به همراه اونا راه میره. حالا باید چه کار کنه؟ به همراه این دو ویژگی باید خودش رو پیشرفت بده که در زندگی تمام اتفاقات یعنی نسبت تمام خواست گرفتنش بتونه جنگ کنه و اونها رو به احسان کردن بیاره. سوال، فهمیدن حضرت سلیمان از زبان باد به چه معنی میاد؟ در مورد حضرت سلیمان میتونید اطلاعات بدید؟ دوستان، اونم یک کابالیست بزرگی بود، کسی که معبد و ساختونه. معبد یعنی؟ ببین چی کار میکنند؟ داوود خاک اسرائیل رو فتح میکنه. خاک یعنی آرزو، به خواست گرفتنمون خاک میگن. به خاطر این در کتاب ها چی میگن؟ خدا آدم از خاک آفرید، یعنی انسان رو از خاک آفرید، یعنی از آرزو آفرید، به طور خواست گرفتن انسان رو آفرید. به خاطر این چه کار میکنن در داستان؟ از ابراهیم بگیم. ابراهیم رو به خاک کنعان میاره، اونجا میشینند و بعدش یعقوب و پسران یعقوب در میانشون دعوا میفته و یوسف رو میفروشند و بعد اون یوسف به مصر میره، اون یکی ها هم در خاک کنعان میمونند و در خاک کنعان گرسنگی میکشند و خانوادگی به مصر میرند و میشه که بنی اسرائیل به مصر اومدند.
شرایط اینه، یوسف و تمام برادرانش 12 تاش چی میشه؟ قوم بنی اسرائیل به مصر میان. مصر یعنی چی؟ یعنی یک راه باریک، یعنی ilk etapta yani در اول به مصر میرن و در مصر زمان میگذره، اونجا پیشرفت میکنن، بزرگ میشن، صاحب بچه میشن. صدها سال میگذره اونجا، 260 سال فکر کنن. در اونجا چه کار میکنن طی این سال؟ در خاک مصر معنویات رو کار میکنن. ولی برای چی کار میکنن؟ برای اینکه بتونن زندگی خوبی داشته باشن. به خاطر این در مصر حالشون سر جاشه، زندگی خوبه. حتی اون وقت کشور رو یوسف اداره میکنه. وقتی اونا اونجا هستن، یوسف وزیر اونجا و تمام خاک اون اداره میکنه و فرعون بالای سرش هم نیست. هر کاری میخوای بکن. به خاطر اون قوم بنی اسرائیل در اونجا بهترین خاک مال اونهاست. زندگی خوبه، همه چی خوبه، مثل هالیوود. بعد اون یک فرعون جدید میاد، یعنی خواسته گرفتنشون بزرگ میشه. فرعون یعنی خواسته گرفتنم، اگویزمم، اون بزرگ میشه. حالا کی بیدار میشه؟ موشه بیدار میشه، یعنی موشه. در داخل شخص موشه، به نقطه تو قلب موشه گفته میشه. موشه بیدار میشه و در داخلم بدی هست. حالا چه کار کردم؟ دو شرایط ضد هم. و موسی میگه که باید برای احسان کردن کار کنیم و فرعون میگه که ولش کن. چه کار میخوای احسان کنی؟ از زندگی لذت ببر. ما فرعون هستیم، پادشاه مصر هستیم. میان این دوتا خراب میشه. و در اینجا هم بگیم که موسی در قصر بزرگ میشه، یعنی پرنسه، پرنس خواسته گرفتنه، یعنی جایگاه خوبیه. ولی با این شرایط هم فکر نیست و برای اینکه هم فکر نیست میانشون با فرعون بد. به خاطر این چه کار میکنه؟ اونم یه داستانی داره. میاد میانشون خراب میشه و میگه که ما باید از اینجا بریم، یعنی از اگومون خسته شدیم، یعنی از این گذر باریک میترائیم، یعنی چیزی که آدمو خفه میکنه. میخوان از این شرایط فرار کنن. به خاطر این مصر یک گذر باریکیه. چه کار میکنن؟ از اونجا فرار میکنن، میرن به صحرا و در صحرا 40 سال میگردند. 40 سال در صحرا گشتن یعنی رفتن به روی خواسته گرفتن. شرایطی که روی خواسته گرفتن هم میان بهش شرایط صحرا میگن. به خاطر این اونجا 40 سال بودند، یعنی پله های معنویات رو، اول مرتبه معنویات رو، چون که دو مرحله است. اولین مرحلهش اینه، رفتن بالای خواسته گرفتن. موشه یعنی نقطه تو قلب، کارش اینه. ما رو چه کار میکنه حالا؟ ما هم 40 سال معنویاتو کار میکنیم، زندگیمون مثل صحرا هست. چرا مثل صحرا هست؟ چون زندگی لذتی نداره، مثل اینکه طعمش مثل خاک، مثل مرگ. جایی که میگیم صحرا به این شکله، زندگی نیست اونجا. ما هم تو زندگی زندگیو زیاد احساس نمیکنیم. به خاطر این یکم دوستمون گفتم مثل اینکه مجازی زندگی میکنیم، هیچ چیزی واقعی نیست. به خاطر این صحرا خارج میشن. موسی اونها رو تا خاک اسرائیل میاره و میبینه که به خاک اسرائیل گذر کردن و اونجا میمیره، یعنی خودش وارد خاک اسرائیل نمیشه. چرا؟ چون که کارش تموم شد. و وقتی هم که وارد خاک اسرائیل شدند، یعنی چی؟ اسرائیل یعنی یاشار ال، از اون کلمه میاد. اسرائیل یاشار ال یعنی به طرف خدا، یعنی به روی خواست گرفتن اومدیم. حالا همه این خواست گرفتن رو باید به طرف خدا تغییرش بدیم. به خاطر این خاک اسرائیل چیز جغرافی نیست، از جغرافیا صحبت نمی کنه. مصر هم مثل جغرافی نیست. شرایط زندگی که داخلمون هست مصرونه. حالا همه دنیا مثل اینه، هر کجا هم بخوایم زندگی کنیم زندگی پوچه. در استرالیا هم زندگی کنم پوچه، در نیویورک هم زندگی کنم پوچه، همه جا پوچه، چون دیگه خواسته گرفتنمون خسته شده. به خاطر این انسان ها در سردگی هستن. دقیقا شرایط به این شکله. ما هم حالا در این شرایط هستیم و میخوایم از این شرایط خارج بشیم. خسته شدیم. حالا وقتی که به نقطه احسان کردن اومدن، وقتی که روی خواست گرفتن اومدن، یعنی خواست گرفتنم رو به خودخواهی استفاده نمی کنم دیگه، به این تصمیم میرسند، یعنی بالغ شدند. بعد این وارد خاک اسرائیل میشند. حالا کاری که باید انجام بدند، باید اون خاک رو فتح کنند. به خاطر این در کتاب ها شرایطی هست که میگن مرده ها رو زنده میکنند. به خاطر این اومدن به این شرایط، وارد شدن به خاک اسرائیل و فتح کردن اون کار داووده. داوود چه کار میکنه؟ خاک اسرائیل رو فتح میکنه و اونجا پادشاهی برقرار میکنه. این یعنی چی؟ یعنی تمام خواست گرفتنمون رو به طرف احسان کردن تغییر دادیم. به خاطر این تا بابل فتح میکنه،
و بعد بابل نمیره، چون بابل جای خوبی نیست. به خاطر این مرزها رو میکشه و میگه که اینجا شرایطی که تمام خواست گرفتنمون رو به سان کردن میاریم و اون خاک ها رو فتح میکنه. کاری که کرده اونه. بعد اون کی میاد؟ بعد اون سلیمان میاد. سلیمان یعنی این شرایط، یعنی تمام خواست گرفتنم به طرف احسان کردن تغییر پیدا میکنه. یعنی تمام خواست گرفتنم رو به طرف خدا احسان کردن، تغییر این و تمام کردن این کار سلیمان این نقطه هست. به خاطر این معبد رو انشا میکنه و انشا کردن معبد یعنی هممون در داخل احسان کردن هستیم. معبد اینو به ما میگه. از سنگ دیوار معبد نمیشه، به قلب آدم معبد میگن. به خاطر این ایمای این فقط معبده، یعنی قلب آدم وقتی که با خدا میتونه باشه به اون میگن که معبد داره، در معبد زندگی میکنه. به خاطر این خانه شخص، معبد شخص، وقتی از معبد حرف میزنن و یا از خانه آدم حرف میزنند، از این شرایط به ما میگن. یعنی درخواست گرفتنم در کدوم شرایط هستم؟ معبد یعنی تمام خواست گرفتنم رو برای احسان کردن استفاده میکنم. سلیمان شرایطش اینه و کسی که داخل این شرایطه، کسیه که تمام واقعیت رو میفهمه، یعنی میتونه تمام قوانین طبیعت رو ادراک کنه. به خاطر اون در رابطه با اون خیلی نوشته هست که با حیوانات صحبت میکرد، چه بدونم چیزایی که تو اینجا نوشتی از زبان باد میفهمی، چون که تمام قوانین طبیعت رو میتونی بفهمی، همه چی رو میدونی. از زبان حیوانات فهمیدن یعنی از زبان خواست گرفتن میفهمی. چرا؟ چون تمام واقعیت یک خواست گرفتن هست و همه اونو کشف میکنی. به خاطر این و درجه هایی که هممون باید بیایم اینا هستند و همتون هم باید به این نقطه ها بیاین و کسی که نقطه تو قلبش بیدار شده برای اینها آفریده شده به این شکل. به خاطر این اینا برای ما یکم مثل کتابا میتونه فانتزی بیاد، ولی کسی که نقطه تو قلبش بیدار شده اینا رو میتونه به دست بیاره، یعنی پتانسیلش رو داره، پتانسیلش رو داره که بتونه آدم بشه. به خاطر این خودتون رو با اینها مربوط کنید. این یک شانس بزرگیه که نقطه تو قلب آدم بیدار بشه. اگه خوب استفاده کنید آخرش اینه. سوال: خدا به طور شخصی از ما خبر داره؟ خدا همه چی هر زمان از همه چی خبر داره. مثل این که بچه هامون همیشه در خونه هستن، اونا رو میتونیم ببینیم. خدا هم به این شکل، ولی از طرفی هم خدا به همه ما به یک چشم نگاه میکنه. حال انسان ها قبل از این که شکسته بشن فهم ادراک آگاهی داشتند؟ فهم و آگاهی اون وقت نمیشه بگیم که آگاهی اینا خیلی کوچک بود، یک آگاهی واقعی نبود. چرا واقعی نبود؟ آگاهی واقعی یعنی فکر خدا رو میتونم بدونم. آگاهی واقعی یعنی میدونم پشت آفرینش چی میگذره. به خاطر این فهم قبل از شکستن آگاهی کمیه، نمیشه بهش آگاهی بگیم. در مقایسه با صفحه آخر نمیتونیم بگیم. مثل این فکر کن که یک بچه در بغل مادر شیر مخوره، در اونجا در آرامشه. نسبت به زندگی چقدر آگاهی داره؟ خیلی کوچکه. فقط مادرشو و راحتی که داخلشه اون شرایط احساس میکنه، ولی زندگی اون همه هست نیست. حالا با انسان بزرگ و میان اون بچه به دست آوردن آگاهی هم شبیه به اینه. Tamam, geriye kalan diğer sorularını geçiyorum. Çünkü cevap verdim şimdi buna. سوال: در درس سال گذشته گفته بودید که راه جهنم با نیت خوب ساخته میشه. میتونید توضیح بدید؟ خیلی ساده. بیشتر چیزهای بدی که در دنیا هست برای اینه که انسانهای با نیت خوب میخوان کارهای خوبی انجام بدن. یعنی به خاطر این در دنیا بدیهایی که به سرمون میاد بیشترشون از آدمهایی که فکر میکنن خوبی میکنن میاد. از بدها نه، از آدمهایی که فکر میکنن خوبی میکنن میاد. سوال: کاوانا نیت و حرکت است و برای اینکه نیت میسازیم به حرکت میفتیم یا برای اینکه حرکت میکنیم نیت ساخته میشه. برای اینکه نیتمون به وجود بیاد، برای به وجود آمدن نیت درست باید این در سر باش. یعنی نیت چی؟ یعنی چرا انجام میدم یک کاری رو؟ اگه ندونم چرا انجام میدم، اگه انجام بدم، یعنی عاقلانه نیست.
به خاطر این نیت در اول کار باید باشه، دنبالش اون باید به حرکت در بیاره. یعنی خواست دارم، بعدش چرا میخوام این آرزو رو به جا بیارم؟ نیت، و بعد اون هم حرکت هست. و اگه فکر نکنم نیتو و دنبال خواست گرفتم برم و اگه اونو پر کنم، چیزی نداری حرف بزنی. اون زندگی یک حیوانه. چیزی که تو بیرون زندگی دنیاوی میگی مینه. من همه چیو برای اینکه با نور پر بشم انجام میدم. در دینها اینو انجام بده که ثواب به دست بیاری. این منطق هست. این برای پیشرفت من، برای اینکه به هدف نهایی آفرینش بیام. اینه دوستان، هر چیزی که در دینها اتفاق میفته در باور اینن که بعد از اینکه بمیرن به جای میرند. اینها رو انجام بدم، بعد مردم به بهش برم. و با خواندن کتاب ها چطور فانتزی ساختم برای اینکه به این خیال دست بیابم میرن. من از حالا به شما تضمین میکنم که بعد اینکه بمیریم هیچی نمیشه. نمیشه یعنی نمیخوام چیز بدی بگم در مورد دین ها، ولی برای این که این باور رو دارند حیفه. بعد از مردن هیچی نمیشه. یه مرغ رو بکشید، در حیات پشتی خاکش کنید، 4-5 ماه دیگه بازش کنید، ببینین چی میشه. به آدم هم همین اتفاق میفته. به خاطر این در معنویات مردیم به بهش میریم طوری که در دینها هست، چنین چیزی وجود نداره. در معنویات به دست آوردن خدا هست. حالا در کدام دین برای اینکه خدا رو به دست بیاورن کاری انجام میدند؟ نیست. از خدا چی میتونم بگیرم؟ پاسخ این سوال ها هست. ولی به دست آوردن خدا، احسان کردن به خدا، ممنونیت دادن به خدا برای این زندگی کردن، چنین چیزی ندارن. در دین ها هم نداره. هر کاری که انجام میدیم فقط برای این که در هدف آفرینش، در واقعیت مثل خدا باشیم. به خاطر این هم به تو نمیتونیم قول مثل دین ها رو بدیم، متاسفانه. قاب رو چطور میتونیم بزرگ کنیم؟ قاب یعنی خواست گرفتن. فقط به شکلی که در این درس یاد گرفتیم، با کمک محیط. و به طور دیگری نمیتونیم خواست گرفتنمون رو بزرگ کنیم. در یک محیط میتونم خواستمو بزرگ کنم. لذت هایی که برای خودم میگیرم، اگه بتونم اونها رو به قاب های بیرونی بدم و اگه هیچ وقت احساس نکنم که پر میشم، پس این چطور میتونه بزرگ شدن قاب من رو بسازه؟ خیلی ساده. چون که در معنویات بزرگ کردن قاب یعنی چقدر میتونم بگیرم نسبت به این نیست، نسبت به اینه که چقدر میتونم بدم. سوالت خوبه، تو با اگوی خوبی اومدی، چیز خوبیه. سوالت خوبه، این اگوی سالمه، به این شکل اومدنتون خوبه. یعنی من چی میتونم به دست بیارم؟ چیزی که میپرسی اینه. قاب همیشه خالی میشه. وقتی به قاب دیگری میگی، قاب همیشه خالی میشه. وقتی به قاب دیگری چیزی میدیم، چیزهایی که به دست میاریم، تجربه ها، اون وقت قاب بزرگ میشه. اون بزرگ شدن تجربه هست. از چیزهایی که زندگی میکنم، تجربه ای که از اونها میگیرم. یعنی چیزهایی که به دیگران منتقل میکنم، یعنی تجربه ای که از احسان کردن میگیرم، چیزهایی که به دیگران منتقل میکنم. ولی در اینجا یک لذت بزرگی هم وجود داره. ولی یک لذتی که به غیر از خواست گرفتنه، لذت متفاوتیه. اگه یکی رو دوست داشته باشی، یعنی واقعا اگه یکی رو دوست داشته باشی، در قرن 21 یکم سخته، ولی بگیم که چنین چیزی شد. یکی رو دوست داشتی خیلی زیاد و برای اینکه دوستش داری هر کاری رو برای اونا انجام میدی. حالا بگیم که تولدش بود، رفتی خرید کردی و برای اون چی میتونه خوب باشه؟ تمام روز تو، تمام پول تو برای اینکه اون انسان رو دوست داری خرج کردی، ولی تو رو اذیت هم نکرد و گفتی که ارزشش رو داره. چرا؟ چون که عشق از دادن لذت میگیره. به این شکل. به خاطر این لذت رو از جیبم ببین پول میدم، زمانم رو میدم، از جیبم پول میدم، ولی لذت بزرگی میگیرم. در این دنیا هم مثال هایی داره. از عشق لذت میگیرم و لذتی که از عشق گرفته میشه لذت خیلی بزرگیه. دنیای معنوی که از 10 طبقه تشکیل شده، به طبقه اول شاه میگن. به درجه اول
موجودات در دنیای معنوی عروس بالا هم داماد هست. چرا بالایی داماده عروس نمیشه؟ زن و مرد نیست، فقط یک روح هست. فقط به این دلیل نمیتونم نپرسم، به جای آدم زن نمیشه؟ دوستان، این مسئله جنسی نیست. زن و مرد در معنویات وجود نداره. به شکلی که میگی در اینجا زن خواست گرفتنه. به خاطر این تمام واقعیت، تمام آفرینش به صورت زن فهمیده میشه. تمام آفرینش، تمام خواست گرفتن زنه و کسی که احسان میکنه نیروی مرده. خدا احسان میکنه، به خاطر این خدا داماده و تمام آفرینش هم، تمام خواست گرفتن هم عروسه. به خاطر این لازم نیست که خودتو بد احساس کنی، باید اینجا مردها خودشون رو بد احساس کنند. سوال خوبیه. مثبت و منفی، یعنی رابطه احسان کردن و گرفتن رو به ما میگه. به خاطر این نوکوا زن، زرامپین هم مرد. و نوکوا زرامپین، و زرامپین به نوکوا احسان میکنه. در دنیا هم به این شکله. مرد چه کار میکنه؟ میره پول در میاره، به خونه میاره، پولو به خانم میده که خانم یعنی خانه همه چیو داره میکنه. یعنی در قرن 21 به این شکل نیست. قدیما به این شکل بود، چون اون وقت سالم زندگی میکردی نسبت به قوانین طبیعت. یعنی مرد به خونه میاورد، در طبیعت هم به این شکله. مرد به شکار میره، به شکار میره، میکشه، تمام قبیله میخورن. به این شکل، به خاطر این در طبیعت هم به این شکله. مرد باید به خونه بیاره و به زن میده، زن هم به بچه ها نگاه میکنه. به این شکل. بعضی وقتا زرامپین و نوکوا به خاطر این نیروی مذکر و مؤنث فهمیده میشه. بعضی وقتا نسبت به شرایط برادر بزرگ و برادر کوچک هم فهمیده میشه در کتاب ها، بعضی جاها، چون که در معنویات پارتسوف ها هستند، آبا و ایما. آبا یعنی بابا، ایما هم یعنی مادر. دو شرایط، مرحمت و بزرگی. به این شکل بچه ها رو بزرگ می کنند. این شرایط هست. به خاطر این بعضی وقتا به این شکل توضیح داده میشه. زرامپین بچه بزرگ و نوکوا بچه کوچک. به این شکل که بزرگ به کوچک باید نگاه کنه. به خاطر این بچه بزرگم در خانواده به بچه کوچک نگاه میکنه. به این شکل. به خاطر این به این شکل توضیح میدن. به کلمه ها زیاد فکر نکنید. در دین ها، در جامعه، زن، شیطان، کابالا مثل اونها نیست. وقتی قوانین طبیعت رو میگن، چرا از اون کلمه ها استفاده نمی کنند؟ چون که دوستان، در آفرینش چرا به ما به این شکل میگه؟ چون که از آفرینش یاد میگیریم. در علم کابالا از زندگی، یعنی از طبیعت برای ما یاد میده. به خاطر این هم در طبیعت دوتا نیرو وجود داره، مرد و زن. یکیش خواست گرفتنشه، یکی خواست گرفتنش رو پر میکنه. به خاطر این ساختار بیولوژیکیمون به این شکله. به خاطر این بدنهامون متفاوته. در غیر این صورت در یک فرم میآفرید. ولی همه چیز از معنویات، از قانون ریشه و شاخه، اگه یادتون بیاد، همه چیز از معنویات به ما میاد. و به خاطر این که همه چیز از معنویات برای ما میاد، به این شکل دوتا نیرو وجود داره. در واقعیت هم دوتا نیرو وجود داره، مرد و زن. دوتا به همدیگر ضد هستند. یکی خواستن، یکی احسان کردن. دوتاش هم نیرو هست. به این شکلی، یعنی در قرن 21 نقش مرد و زن دیگه نمونده. ولی چه بدونم، پدرانمون که در طبیعت طبیعی زندگی میکردند، اگه پدر بزرگ هامونو به یاد دارید، نقش اونها هم در میانشون فاکتورهایی بود که همدیگر رو کامل میکردند. همیشه در گذشته اگوی اونها به خاطر اینکه کم بود به طبیعت نزدیکتر بودند. به خاطر این انسانهایی بودند که همدیگر رو کامل میکردند. و در زمان ما هم هر کس کار خودش رو انجام بده. به خاطر این هم تعریف کردن نقشهای کم سخت شده. ولی اگه از طبیعت صحبت کنیم، در طبیعت هم وقتی زن و مرد هست، لازمه که اینو انعکاسشو به ما به این شکل توضیح بده. در غیر این صورت چطور میتونیم این دنیا رو بفهمیم؟
میکنیم و مجبوره که از شرایطی که وجود داره برای ما توضیح بده. به خاطر این کتاب‌های معنوی از زبان دنیا نوشته میشه، مخصوصاً برای تورا نوشته میشه در رابطه با 5 کتاب موسی که مینویسه اینها رو با زبان این دنیا نوشته شده. به این شکل باید باشه، در غیر این صورت چطور به ما توضیح بدن؟ سوال: آفریده شده ها در درخت زندگی و بودهایی که نوشته شده میانشون تفاوتشون چیه؟ چون که دوستان دنیاها وجود دارند و خواست گرفتنی که آفریده شده، چون یک خواست گرفتنی که آفریده شده هست و یک نقشی که در واقعیت داره اون هست. به خاطر این هم دنیاها هست و در داخل دنیاها آدمی که آفریده شده هست. به این شکل. سوال: برای سال 2020 ورود به گروه فیسبوک کی شروع میشه؟ ماها امروز درس 10 رو انجام دادیم. حالا دوستان کسایی که تمام درس ها رو دیدند رو دعوت میکنند، چون که برای اینکه به گروه فیسبوک بیاریم و بعدا با هم دیگه کار کنیم، اینها یک گذر زمانه و فقط دوستانی که با ما میخوان به صورت جدی کار کنند رو به گروه میاریم. به خاطر این دوستان نگاه میکنند به دوستانی که تمام درس ها رو دیدند، اگه بودند نسبت به اون ona göre به گروه میارند. ولی به این شکله، اگه کسی هست که میخواد به گروه بیاد و اگه به درس های مرکز آموزشی اومده، بعد این درس میگیریم. به دوستان یکم فرصت بدید که اونها هم نگاه کنند، نسبت به اون به شما کمک کنند. سوال: این برای من سواله، عیسی کیه و چرا اومد؟ دوستان عیسی زمانی که دومین معبد تخریب شد از اون زمان مونده. یک یهودی بود و یک آدم یهودی بود، در گذشته در میان کابالیستا کار کرده بود و علم کابالا رو کار کرده بود، ولی کسی نبود که زیاد چیزهایی رو به دست بیاره و نسبت به چیزی که کابالیستا هم میگند. به این شکل، اگه واقعا اومد از کجا اومد؟ اونو نفهمیدم. در نتیجه پدر مادر داشت، اون هم یک یهودی بود. به خاطر این دین مسیحیت هم یک شاخه ای از یهودیته. چطور دین ها شاخه دارند؟ اون هم به این شکل. بعدن چه بدونم؟ در دست انسان های دیگری به 1001 شکل در اومد و حالا یک دین جدیدی به وجود اومد. اون مسئله دیگریه و حتی اولین کلیسا رو بعد از 300 سال ساختند، فکر کنم بعد از مرگ عیسی. واتیکان بود، این و اون بود، همه اینا چیزایی که از بعد در اومدند. سوال: بدی ها یا خوبی هایی که در این دنیا انجام میدیم در زندگی معنویمون تاثیر دارند؟ تمام کسانی که معنویات کار میکنند در زمان مساوی پیشرفت میکنند؟ دوستان، در این دنیا خوبی یا بدی انجام نمیدید. در این دنیا آدم در داخل طبیعت خودش زندگی میکنه. به خاطر این در این دنیا گناه هم نیست، ثواب هم نیست. گناه و ثواب هم چیزهایی که روحهای بزرگی انجام میدند. به خاطر این با خودمون ربط ندیم اینا رو، چون که خیلی اشتباهه. در این دنیا آدم در داخل طبیعت حیوانیش زندگی میکنه، اگویسته، روحش مریضه، یک حیوانه. و اگه آدم در داخل روحیات حیوانی مریض باشه و اگه با این نرم افزار کار میکنه، چه گناه داره و نه ثواب داره نسبت به اگوش. چیزهایی که زندگی میکنه اونو زندگی میکنه، اتفاقای بدی که اگوش میاره اونا رو زندگی میکنه. با هم دیگه زندگی میکنیم تمام دنیا. به خاطر این چنین چیزی وجود نداره. ها بگیم آدم در داخل کار معنویش اگه به طرف خدا پیشرفت کنه، این یک قدم خوبیه، چون که نمیخوام مثل حیوان مریض زندگی کنم. به خاطر این کار کردن معنویات خوب کردن آدم، سالم کردن آدمه و در واقعیت به شکل درستی در میاره خودشو. به خاطر این بیشترین فایدهش برای شماست. Bir saniye sevgili arkadaşlar. Evet. دوستان، کسایی که میخوان به گروه فیسبوک بیان
ame@kabala.info.tr به این آدرس باید بنویسند. و دوستانم نسبت به این شما رو دعوت میکنند به گروه. ولی شما باید بخواین که وارد گروه بشید. هر کی میخواد وارد گروه بشه، من پیام اینجا رو میخونم. ame@kabala.info.tr باید به این آدرس بنویسید. و اگه به اینجا بنویسید، دوستا کنترل میکنن که به درس ها اومدید یا نیومدید و نسبت به اون دعوت میکنند. اوکی بود؟ خوشحال شدین؟ سوال: در اصل چطور میتونیم خدا رو ببینیم؟ این سوال کاملا اشتباهه. دیدن، شنیدن، لمس کردن، بو کردن، اینها حس های واقعی هستند. اگه خدا مثل چیزهایی که کابالیستا میگند روحه، این لازمه اینو داره که تجربه بزرگی داشته باشه. و حس هامون اگه مادی هستند و اگه ماده همیشه در حال عوض شدنه، نمیتونیم وارد یک رودی باشیم. حس ها رو بگذاریم. اگه عقل شکاکه، چیزی که میمونه حس هامون روی ماده هستند. اگنوستیک، گنوسیست. فقط چیزهایی که حس احساس میکنیم احتمال نیستند و نمیشه اونها رو تعریف کرد. در این مورد فکرتون چیه؟ به نظر من فکرم در این مورد تا جایی که اینها رو توضیح دادیم باید اینو نشون بده که اینطوری نیست. چون که در معنویات چی گفتیم قبلا؟ باید 5 حس به دست بیاریم. چطور بدنمون 5 حس داره؟ روحمون هم 5 حس داره. ولی ما روح نداریم. در این دنیا کسی روحی نداره. روح دارم، یعنی خدا رو میتونم به صورت شفاف حس کنم. به خاطر این درس گذشته هم باید گوش بدین، چون از اینا صحبت کردیم. دیدن خدا، شنیدن خدا، بو کردن، لمس کردن، حس کردن هست. داخل یک سازه‌ای که بهش روح میگیم هست. چطور ما بدن دنیویمون یک سازه یکی از 5 حس چیزها رو احساس میکنه؟ در معنویات هم روحمون 5 حس داره: کتر، حخما، بینا، زرامپین، مالخوت. و به واسطه این 5 حس میتونیم خدا رو احساس کنیم. به خاطر این در این دنیا همه چی از معنویات به ما میاد. طبیعتاً کابالیستا مخصوصاً طبیعت رو برامون توضیح میدن، چون برای اینکه بتونیم این طبیعت رو بفهمیم باید بفهمیم اینا رو. به خاطر این اولین جا رو برامون میگن باید کشف کنیم. به خاطر این آدم باید بدیشو کشف کنه، یعنی واقعیت رو کشف میکنه، یعنی چطور خلق شده. حالا دنبالش میتونه با خوبی رابطه برقرار کنه و برای این رابطه باید بدی رو کشف کنه. دوستان، من فقط به این شکل بگم که از متدهای دیگری از من میپرسید، ولی من با متدهای دیگری کاری ندارم، نه با دینها، نه با متدهای دیگری. به خیلی از اینها نگاه کردم، به دینها هم نگاه کردم در بچگی، یعنی از بچگی نگاه کردم و مدیتیشن بود، این و این بود. به خیلی چیزها نگاه کردم قبل از معنویات و به این چیزها کاریم ندارم و یادم نمیده، چون که هر کس برای خودش باید چیز درستی رو پیدا کنه. هم فیزیکدان باشم، هم شیمیدان باشم، هم نمیدونم چیز دیگری باشم، نمیتونیم بشید. فقط میتونید در یک چیز خیلی خوب باشید. به خاطر این من به متدهای دیگری نگاه کردم و گفتم که من اینو انجام میدم و کار کردم و دیدم که چیزهایی که خونده بودم واقعی شد و دیدم که آدم چیزی که باید به دست بیاره اگه درست انجام بده میتونه اونو به دست بیاره. به خاطر این نسبت به چیزهای دیگری نظری نمیدم. نسبت به علم کابالا حرف میزنم. بعضی وقتا از چیزهایی که در دین ها میشه میگن که در دینمون هم به این شکله. چرا؟ چون هر چیزی که در دینمون وجود داره چیزهایی که کابالیستا برامون میگن. از مسیحیت صحبت نمی کنم. از یهودیت و اسلام صحبت می کنم. از مسیحیت صحبت نمی کنم. اون هم چیزی نیست که حرف بزنی. چرا از اسلام صحبت می کنم؟ از پسر ابراهیم اسماعیل. به خاطر این اسماعیل صاحب متده. به خاطر اینکه از ابراهیم میاد، به خاطر این شرایط وجود داره. از طرف دیگری هم دین یهودیت از اسحاق میاد.
به خاطر این که دوتاش هم پسر ابراهیم هستند، دوتا دست هست. به خاطر این اسلام و یهودیت اگه بهشون نگاه کنید، دوتاش مثل اینکه کپی پیست کردی همدیگر رو. خیلی به هم شبیه هستند. چرا؟ چون که قوانین یکیه، دوتاش یکیه. به خاطر این. ولی به غیر از اینها دوستان، چیزهای دیگری مربوط به من نیست و به چیزهایی که براتون خوبه کار کنید. ولی طوری که گفتم، من متخصص اینا هم نیستم، متخصصم نیستم. سوال: در یک درستون سرنوشت و انتخاب، سرنوشت در دینها همه چیز رو میدونه و این سرنوشت برای اینکه آفرینش رو بیمعنی میدونه گفته بودید. در کابلا هم سرنوشتمون از قبل تعیین شده و داخل این شرایط حرکت میکنیم. فقط چیزی که اینجا میگه سرنوشت طوریه که دینها میگه نیست، قوانین طبیعته. آره، ولی قوانین طبیعت و قوانین خدا دوتاش هم یکیه. مثل اینکه طبیعتمون به این شکل کار میکنه. سوال خوبیه. به خاطر اینکه طبیعتمون به این شکل کار میکنه، روند پیشرفت انسان هم کاری نمیشه کرد. یعنی آفرینش از اول آفرینش برای اینکه انسان رو به یک هدف مخصوصی بیاره و در این مورد نمیتونیم کاری بکنیم. اونجا سرنوشت شفافه و به اینجا چطور میایم این هم معلومه. چون که ما وقتی بچه هامون رو بزرگ میکنیم چیکار میکنیم؟ میدونیم که چه کار باید انجام بدیم. یعنی اگه پدر مادر عاقلی باشیم، اینها رو با برنامه ریزی انجام میدیم. حالا هم خدا نسبت به طبیعتی که ما رو آفریده، این چطور باید باشه، لحظه به لحظه با نقشه انجام میده. یعنی انجام داده. به خاطر این به شخص، چیزی که به اراده آدم میمونه، شرایطی که در درس گذشته و در این درس گفتیم، در این شرایط باید باشه. در غیر این صورت حق انتخابی نداره و به طور طبیعی ادامه داره. یعنی در راهی که خدا تعیین کرده به این شکل، کاری نمیشه کرد. به خاطر این اراده، یعنی در میان دو نیروی طبیعت، در وسط این هستم. یعنی تا صفحه آخر با مثبت و منفیش اینها رو میبینم و در وسطش هستم و حالا میخوام که عملی انجام بدم. به این شکل. به خاطر این انسان اینجا انتخاب یا اراده نداره. یعنی از انسانهای بیرون حرف میزنم، ندارم، چنین چیزی ندارم. به خاطر این قوانین طبیعت هم هیچ وقت عوض نمیشه، قوانین خدا هم عوض نمیشه. و اگه خدا یک چیزی رو عوض کنه، و دیندارها دعا میکنن که عوض کنه. چرا؟ یک روز بدی دارم. در دینها چه کار میکنن؟ میرن دعا میکنن که سرنوشتم رو عوض کن. دوست عزیز، از اول کی نوشته که اونو تغییر بده؟ یعنی وقتی که میگی عوض کن، به خدا، الله، الهیم، حالا هرچی که باشه، وقتی دعا میکنی که سرنوشت رو عوض کن، مثل یک آهنگ غمگین بده. مثل اینکه خدا وقتی که اینا رو مینوشت خطا کرد و تو هم حالا گریه میکنی مثل اون آهنگ ها، که اینو عوضش کن. یعنی ممکنه چنین چیزی؟ به خاطر این میتونید ببینید که چقدر دور از واقعیته عملهایی که در دینها انجام میدن. به خاطر این که این قانونها عوض نمیشند، سرنوشتمون معلومه، دقیقا به این شکل قانونها عوض نمیشند. درست فهمیدی؟ به خاطر این هم وقتی که میگیم قوانین خدا قوانین طبیعت، چیزی نیست که در اون خطا انجام بدی. چون اگه قوانین طبیعت به این شکله، به این شکل کار میکنه، نرم افزار به این شکل کار میکنه. سوال: چیزی که با چشم دیده نمیشه و موجوداتی هستند که به صورت علمی اثبات شده که هستند، مثلا هوایی که تنفس میکنیم در مقدار زیاد، ازوت، اکسیژن، آرگون و گازهای شیمیایی، با تکنولوژی امروز و درجه کلوین هوا، با سرد کردن این گازها مایع میشن. و در داخل کپسول ها به فروش میرسه. چیزهایی که با چشممون نمیبینیم، باکتری ها، ویروس ها و غیره، اونها رو با چشم نمیتونیم ببینیم. ولی با میکروسکوپ ها میتونیم این ارگانیزم ها رو ببینیم. اگه یک نیرویی هست که طبیعت رو خلق کرده و اثبات این و افشاش که تا حالا آشکار نشده،
در این چیز مخفی وجود داره؟ Evreni yaratan bir gücün varlığının somut olarak ispatlandığı ve henüz ifşası açıklanmayan bir gizlilik mevcut mu? Evreni yaratan Mege bir gücün ispat in az tabiatı ki جلوی چشممون میبینیم ثابت نشده. Belli değil mi? اگه تونستم سوالتو درست بفهمم. زندگی رو من نیافریدم. خودم هم نیافریدم. به خاطر این کابالیستا آفریدگار خالق میگند. چون که در جایی هستیم که اینجا رو من نیافریدم. خودم رو نیافریدم. باید یک نیروی باشه که اینا رو آفریده. چیزی که میگن اینه. و به خاطر این از کلمه طبیعت استفاده میکنند. یعنی خدا و الهیم یعنی الله آله یعنی از عبری به عربی رفته این کلمه کلمه الله الوها آله یعنی زبان ریشه ها یعنی عبری هم عربی هم زبان ریشه ها هستند از اونجا در میاد به خاطر این الهیم و یا الوها یعنی الله تیبا یعنی دو و ارزش عددی اینها یکیه به خاطر این آفرینش هست و نیروی باید این رو بیافرینه به خاطر این که من نیافریدم باید یک خالقی باشه و در مورد این چیزی نداریم بگیم علم هم در این مورد چیزی نمیگه فلسفه هم یعنی معلومه که در پشت آفرینش یک نیروی خالقی وجود داره و کسی نیست که اینو بگه که اینطوری نیست و برای این که در مورد بودن یا نبودن خدا حرف میزنند این یک چیزیه که لازم نیست چون که اگه طبیعتم بگی همانه خالقم بگی هم یکیه در نتیجه یکی آفرینش رو آفریده به خاطر این طرز نگاه دانشمندان هم از بررسی کردن ماده نسبت به پیدا کردن سببه و تا حالا هم کارشون درست بود و نقطه‌ای که تا حالا بهش دست یافتن چیه؟ اتم‌ها هم یعنی وقتی به فرای متریال میرند مثل اینکه همه چی داخل یک ابره خودشون میگن اینو به خاطر اینکه نمیتونن دیگه به فرای متریال برند، علمهای دنیوی هم جایی ندارن که برند. به خاطر این در معنویات هم چیزی که دانشمندان میگن اینه، اگه خدا اینجاست پس کجاست؟ کابالیستا هم میگن که اگه میخوای ببینی، اول باید چه کار کنی؟ اول باید قوانین طبیعت در آفرینش رو و نسبت به قوانین طبیعت صفحه های تکامل رو و تو هم نسبت به قوانین طبیعت باید شرایطی که به این هماهنگ شدی باید داخل این به وجود بیاری اون وقت میتونی ببینی حالا دانشمندان میگن که ما نمیتونیم ببینی آره نمیتونی ببینی ولی یک بچه هم وقتی بچه هست واقعیت دنیا رو نمیتونه ببینه به خاطر این باید بزرگ بشی چیزی که کابالیستا میگن اینه به خاطر این آدم هایی که بالغ هستند دانشمندان یعنی میدونی دانشمند شدن وقتی به 70 سالگی میرسند اون وقت میتونن دانشمند بشن به کسی که به 60-70 سالگی اومده نمیتونی دوباره از اول چیزایی رو توضیح بدی که لازمه همه چی رو از صفر شروع کنیم نمیشه امتحان هم کردین قبلا بود کسایی که در کار فیزیک کوانتوم بودند حتی یکی بود که چند بار به درس ها هم اومده بود و به درس ها هم اومد بعدش رفت چرا؟ چون عادت کرده که با متریال کار کنه وقتی که به فرای متریال میره علم اون وقت ناپدید شد به خاطر این فیزیک کوانتوم به وجود اومد فیزیک کوانتوم چیه؟ یعنی تئوری ها چیز واقعی هست نیست از بود به بود رفتن و یا یک اتفاق در یک زمان در چند مکانی اتفاق میفته چنین چیزی وجود نداره چنین چیزی نیست ولی در تئوری هست و در تئوری میتونه همه چیز باشه به خاطر این هم چیزی که در اینجا مهمه کشف کردن نیروی پشت واقعیت اگه اینو میخوای به شرایطی که پشت واقعیت هست باید یک خواستی باشه در داخل آدم چیزی که نقطه تو قلب میگن اینه اگه اون نباشه چیزی نداریم برای حرف زدن یعنی علم کابالا از اول به این شکله چون که برای کشف کردن آدم نیاز به چیز اضافه ای داره اگه میخوای فرای این دنیا رو کشف کنی باید از فرای این دنیای چیزی داشته باشی داخلت طور دیگری نمیشه به خاطر این هم به خاطر این خدا چی میگه از خودم به شما یک قسمتی رو دادم که این قسمت باید باشه داخل آدم بیدار بشه
و آدمو به کار معنوی باید هول بده که آدم بتونه از خودش یک موجود جدیدی بسازه. به خاطر این یک دانشمند نمیتونه بفهمه. امتحان کردیم با بزرگترین فیزیکدانان کوانتوم، تو اینترنت میتونید پیدا کنید. به پنهانی هایی که روشن نمیتونیم بکنیم طبیعتاً در دنیا هم هست. بعضی وقتا میگیم، بعضی چیزها رو وقتی به فکرم میاد میگم، چیزهایی که دانشمندان هم کشف میکنن در آینده. سوال دوستان، بعضی وقتا سوالاتتون خیلی درازه. برای خوبی دیگران اگه سوالاتتون مختصر باشه خیلی خوشحال میشم، چون که وقت همه رو میگیره. به طور شفاف اینو گفته بودی، این چیه و غیره. اگه اینطوری بپرسید خوشحال میشم. سوال: با فکر جمعی زندگی کردن، برای فایده های جمعی زندگی کردن، شرایط زمانی که داریم لازمه اینه؟ کابلا به زندگی انسان در تمام زمان ها یکی بود؟ دوستان، نگاه کابلا به زندگیمون، نگاه کابلا به زندگیمون همیشه به فکر اول و هدف آخره. به این شکل نگاه کنید، یعنی نسبت به هدف آفرینش نگاه میکنه. انسان هم با شرایطی که بهش زمان میگیم با این بزرگ میشه، و به خاطر این که به این شکل بزرگ میشه شرایطی هست که زندگی میکنه. به خاطر این طرز نگاه کابالیستا به زندگی نسبت به هدفه، و طرز نگاه انسان به زندگی به شرایطی که حالا میتونم ازش لذت بگیرم به این بستگی داره، و یا لذتی که در آینده میخوام بگیرم نسبت به اونه. تمام زمانها یکی نیستند، چون خواست گرفتنمون تکاملش هست و خودخواهیمون هم بزرگ شده و بزرگ شدن خودخواهیمون هم هست. بعد اون هم در منابع کابالا درس ها رو نسبت به این که در هر نسلی انسان ها بتونن بفهمن تفسیر شده، اینطوری گفته بودید. چیزی که تفاوت داره، کابالا در تمام نسل ها برای کسانی که دنبال علم هستند یاد داده می شد. آره، به خاطر این همیشه از استاد به، از رهبر به شاگرد می رسه. در معنویات به طور دیگری انتقال پیدا نمی کنه. همیشه اینو توضیح هم داده بودم، یک استاد، یک رهبر باید باشه که، چون که در این دنیا برای این که بتونید زنده بمونید احتیاج به پدر مادر دارید. برای این که در معنویات بتونید متولد بشید، رهبر پدر و گروه مثل این که مادره. به این شکل. به خاطر این به گروه چرا مادر میگیم؟ چون که اونجا مثل رحمه، آدم در اونجا میتونه پیشرفت کنه. رهبر به شاگردی که میخواد علم رو یاد بگیره، نور و مرحمت خدا رو با کار کردن که به خودش میکشه فقط به شخص راه رو نشون میده، یا برای این که دانش آموز چقدر میتونه یاد بگیره به اون تصمیم میگیره. همه چی به شاگرد بستگی داره دوستان، به شاگرد بستگی داره. شما رو هم امتحان نمی کنم. اگه نقطه تو قلبش بیدار شده و میخواد کار کنه، به گروه میاریم و باید نشون بده که میخواد یاد بگیره. درس ها رو از دست نمیده، با موضوع مربوط میشه، به صورت جدی باید کار کنه. اونو به گروه میگیریم. اگه آرزو داشته باشه قبول میکنیم، مشکلی نیست. بعدم باید به راه من مناسب راه بره. من چطور یاد میدم؟ باید نسبت به من خونسا باشه، به دوستان هم باید خونسا باشه، به راه هم باید خونسا باشه، باید خودشو خم کنه، به من هم، به گروه هم، به محیط هم. طور دیگری نمیتونه پیشرفت کنه، نمیتونه. مثل این که بچه ها به پدر مادرشون خم میشن. اونها به صورت طبیعی این کارو میکنن. در معنویات اگر میخواییم پیشرفت کنید، باید به صورت غیر طبیعی انجام بدید. طور دیگری نمیتونید پیشرفت کنید. به این شکل. ولی از من چی میگید به شما بستگی داره. من به دانش آموزام همه چیو میدم. هر سوالی که میپرسید جواب میدم، همشو جواب میدم. به خاطر این هر چقدر میگیرید به رابطتون بستگی داره، با من، با محیط، با آموزه. در زبان عبری چیزی که از زبانهای دیگر متفاوت تره 200 و 2000 کلمه مخصوصی هست. نامگذاری این یک دلیلی داره. دوستان نمیدونم، اگه سوالاتتون مربوط با کابالا بشه خیلی خوب میشه و مناسب نیست وارد چیزهای دیگری بشی. حالا درس دهم رو تموم میکنیم. بعد این
سوالاتی که از من میپرسید باید با موضوعهایی که کار میکنیم نسبت به اونها باید باشه. چیزهای عمومی، فرهنگی و چیزهایی که کنجکاو هستید، اینها رو دیگه تموم کردیم. و اگه وارد مرکز آموزشی گروه فیسبوک باشید، به سوالات دوستای اونجا یکم بیشتر وقت میذارم و موضوعها باید همیشه نسبت به چیزهایی که کار میکنیم باید باشه. تا حالا هر چی از بیرون سوال آمده چیزی نمیگم برای اونا، به اونا جواب هم میدم، چون وقتی کسایی که تازه میان باید به سوالاتشون جواب پیدا کنند. ولی به همراه درس دهم به صفحه جدیدی وارد شدیم، اینطوری میتونیم بگیم، و باید همه سوالات تمرکز درس باشه. سوال با اطلاعات ناقصم در روی زمان و در داخلمون که هست، وقتی اینو حس می کنیم برای اینکه اینو بفهمیم و برای فهمیدنش تلاش کنیم، در فرای زمان هست و این تجربه رو به دست میاره که روی زمان حکم کنه. دوستان، کارمون به دست آوردن خداست. خدا روی فاکتورهای زمان، حرکت، مکان هست. معنویات سیات متفاوتیه و روی زمان، مکان، حرکت هست. اگر از در وارد بشید حس می کنید. هر کسی میتونه به دست بیاره. به هر کسی فرصت هست. کسی که کار کنه به دست میاره. دقیقا به شکلی که پدر مادر ما میگه، اگه کار کنی میشه. به شما هم بگم این درست، اگه کار کنی میشه. دقیقا به این شکل. اینه به خاطر این باید به درس ها ادامه بدیم و لازمه که وارد موضوع ها بشیم. درس های 2020 رو تعقیب می کنم و ویدیوهای دیگر رو هم. تا جایی که فهمیدم به انسان های بیرون نمی تونیم کمک کنیم. کمک کردن برای اصلاح دوستان هست و خواستن این هست. ولی حالا دوستان برای من موضوع نیست. در گروه نیستم. دوستان نیستند. حالا فقط شما رو تعقیب می کنم. تمام ویدیوها رو می بینم. من حالا چطور به شرایط دنیا می تونم کمک کنم؟ شما در کار میگید که باید با صورت کار کنیم، ولی حالا فقط کاری که میکنم تعقیب کردن شماست. چیزهایی که پخش میکنید میبینم. اینها هم از کار حساب میشه؟ آره، اینها هم کاره. حالا دوستان، خوب پرسیدید. برای خوب کردن خودم هر چقدر کار کنم، برای این که قسمتی از انسانها هستم، به انسانها هم کمک میکنیم. به خاطر این وقتی در مرکز آموزشی هستیم باید اینو خوب بفهمیم که باید درس های مرکز آموزش را خوب بفهمید و باید داخلتون بشین اینها که علم کابلا چیه و چیزی که باید به دست بیاریم چیه و در داخل چیزهایی که باید به دست بیاریم قوانینی که باید بفهمیم چیا هستند. شرایط این که بعد از او کسی نیست، ریشه ها، شاخه ها، انتخاب آزاد، این چیزها چیزهای پایه رو در مرکز آموزشی باید خوب بفهمیم. تا ببینید یکم پیشم در مورد اراده چی گفتیم. جایی که آدم میخواد اراده‌ش رو استفاده کنه، در اونجا از راه میفته گفتیم. چرا؟ چون برای اینکه نمیتونه اینو سر جاش بذاره. به خاطر این هم یک دانش آموز خوب مجبوره که پایه ها رو در داخلش جای بده. و اگه اینطور کار کنید، در داخل دو شرایط زده هم هستم. چیزهایی که دلم میخواد و چیزهایی که دلم نمیخواد. کدوم انتخاب میکنی؟ حالا انتخاب، اراده، این و اون، برای اینکه بتونم اینا رو به یاد بیارم باید داخل محیط باشم که اونها هم فاکتورها هستند. ولی کمش باید این چیزهای پایه رو یاد بگیریم. فقط برای شما نیست، برای تمام انسان ها. با همدیگه پیشرفت میکنیم، چون که هممون مثل اینکه یک بدن هستیم با تمام انسان ها. وقتی میگم انسان های بیرون، در مورد اون چیز بدی نمیگم، اون هم قسمتی از ماست. به آدم های بیرون هم من کمک میکنم، ولی شکل و شمالش فرق میکنه. از نگاه معنوی یک سری مقاله دارم، اگه بخوانین از معنویاتی چی نمیگه، از زندگی دنیوی حرف میزنه. چرا؟ چون به صورت دنیوی هم آدم ها بتونن یکم فهمشون رو بیشتر کنند. در گذشته در سال 2012 مقاله هایی هست که نوشته بودن. از اکونومی امروز حرف میزنه. در سال 2012 نوشته بودن. چی بود؟ فکر کنم در ملیت بلوگ گذاشته بودیم. اون وقت ها 20 تا اینا مقاله داشتیم. حالا هم در این 8-9 ماه اواخر چند مقاله ای هم نوشتم. 22 تا هستند، ولی انگلیسی هستند. اونم برای مردم عادی هست و در داخل کار کابالا نیست. به این شکل. چرا؟ به خاطر اینکه بتونن یک طرز تفکر جدیدی به دست بیارن.
و با طرز تفکر جدیدی به دنیا نگاه کنند. چرا؟ چون اینها آدمو پیشرفت میده. به خاطر این شرایط متفاوتی هست. برای شماها فعلا اینا مهمه که اینا رو بتونید خوب بفهمید، یاد بگیرید. و اگه اینها رو خوب یاد بگیرید، بعد اون وقتی که شروع به کار کردیم، نگران نباشید، خیلی کار داریم که انجام بدیم. برای پیشرفت کردن خیلی راه داریم. دوستای پارسال هم خیلی خوب دارن پیشرفت میکنن. واقعا من فکر نمیکردم به این حد پیشرفت کنند. به صورت خوبی ادامه میدیم. به خاطر این با سرعت بودنمون فعلا اینا باشن. برای اینایی که در مرکز آموزشی هستن، زمانی که به این اومدیم، چیزهایی که به سرمون میاد، برای اینها خیلی متاسفم. و تا زمانی که دوستان باشند، حالا دوستان نیستند. باید اینطوری ادامه بدیم. و به غیر از این هم کتاب های استادتون هم به دست آوردن دنیاهای بالا، اینها رو هم میخونم، اینها هم مناسب هستن که بخونم. آره، میتونی اینا رو هم انجام بدی. شرایطی که داخلش هستیم چیزی نیست که ناراحت بشی. شرایطی که به صورت دنیاوی اومدیم چیزی نیست که در مورد اون ناراحت بشی. و حال فعلی دنیا نسبت به چیزهایی که قرار بود باشه خیلی خوبه. به خاطر این حالا اتفاقایی که تو دنیا میفته اتفاقای ناراحت کننده ای نیستند. برعکسش، از بالا برای ما یک لطفه و فرصت داده شد. اینو میتونیم بگیم. به خاطر این هم شرایطی که داخلش هستیم به این شکل فکر نکنید. و فعلا وقتی هم که در این شرایط زمان بیشتری دارید، درس ها بود، نوشته ها بود و غیره، اینها رو انجام بدید. به درس های گذشته مرکز آموزشی گوش بدید. امروز در درس دهم هستید. برید به درس دهم سال گذشته هم گوش بدید و به سال قبل اونم میتونید گوش بدید، چون که معلومه چیزهای متفاوتی هم گفتم. اگه خودتون رو خیلی خوب در درس ها حاضر کنید، این برای شما خیلی خوب میشه. دوستان عزیز، این درسمون همینجا پایان میابه. به خودتون خوب نگاه کنید، با عشق بمونید و فردا شب پنجشنبه در مورد زندگی دنیاویمون، آیندهمون در داخل زندگی دنیاوی درس داریم. البته به صورت کابالیست، از نگاه کابالیستیک اینا رو بررسی میکنیم. ولی زندگی دنیاویمون، در زندگی دنیاویمون چطور باید باشه؟ باید زندگی دنیاوی رو چطور برنامه ریزی کنیم؟ از چیزایی که در زندگی اتفاق میفته چطور از اونا درس بگیریم؟ و در درس پنجشنبه هم در مورد مشکلات دنیاوی حرف میزنیم. شاید میدونید اگه بخواین تعقیب کنید درس ها رو، در ساعت 8 یا 9، در ساعت 9 یک درس دارید. اگه هفته آینده هم دیگر رو میبینیم، تا هفته آینده با عشق بمونیم. اگه فردا هم که باشه فردا. شب بخیر دوستان.